خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 13 ماه فوریه 2019 میلادی و برابر است با 24 بهمن ماه 1397. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، اینم خیلی چیز غلطیه، برنامه دیگه شروع شده، باید بگیم اولین قسمت یا خلاصه. بعضی ها میگن پیش از اینکه برنامه رو شروع کنم، آقا شروع کردی، سلام هم کردی، 2 ساعت مزاحمونم شدی، تبریک میگم بهتون. حکومت جدید رو در ایران، چون همونجور که آقای جان بولتون قول داده بود، حکومت آخوندها به 40 سالگی نرسیدند و از باد برآمدند و بر باد شدند، رفتند. عجب ملتی هست. طرف میگه آقا چرا این حرف ترامپ رو قبول میکنه، مگه مغز نداره؟ میگم بابا مگه ملت حرف خمینی رو قبول نکردن؟ مگه 1000 تا دروغ 1000 نفر دیگه که آمدن ما قبول نکردیم؟ اینم جز به همون. حالا بشینن حرف ترامپ رو قبول کنن، بشینن حرف جان بولتون رو گوش کنن، بشینن حرف یه مشت سناتور عقب افتاده آمریکا که برای یه نهار خود فروشی میکنن، شما زنگ بزن بگو دعوتی میخوام ببرمت فلان جا، بلند میشه باهات میاد. بماند ببینیم که امروز چه باید کرد. داشتم با سرعت میومدم، آقای زمانیان میگه رسیدن به خیر. رسیدن به کجا قربان؟ ما که اینجا بودیم، ولی حقیقتا اینجا نبودم، رفته بودم با یک دوستی، با همین آقای مهدی تبریزی مهدیزاده قراری داشتیم و ایشون رو دیدم و ماشاءالله با این سن و سالش خوب از صبح تا شب خودش رو مشغول کرده و وقتی هم حرف میزنه، حرفایی که میزنه خوبه. میگه سعی کنیم از محاسن دیگران بگیم، معایبشون رو واگذار کنیم به خودشون. اگه یه جایی یه کسی به همون ظلم کرد، سعی نکنیم ما همون ظلم رو به اون یا دیگران روا بداریم، ولشون کنیم، بزنیم. بالاخره باور کنیم که طبیعت، خدا، نظم یه چیزی هست و بلایی به سرشون میاد. خلاصه داشتیم با سرعت میومدیم که برسیم به برنامه. خبر رو شنیدم در رادیو که گویا یک خانم آمریکایی، اینجا هم وقتی میگه خانم آمریکایی، فامیلیشم ویت، حالا معلوم نیست این خانم اصلش ایرانی بوده، بعد که سیتیزن شده فامیلش رو عوض کرده. شما حتی وقتی اقامت دائم میگیرید، که همون بهش میگفتن گرین کارت، که هیچ سبزی هم توش نیست، چرا بهش میگن گرین کارت ما نفهمیدیم. سوربی منم آمدم، منم اومدم. خوش اومدی. نه خوش اومدی. خلاصه خبر شنیدیم که یکی از افسران ضد اطلاعات نیروی هوایی آمریکا برای ایران جاسوسی میکرده، ولی اخباری کمی قرقاتی بود. یه جا میگفت که اینو بیرونش کردن، اخراجش کردن. اگه اخراجش کردن که دیگه مال شما نیست و نمیشه اسم جاسوسی گذاشت روش، چون سیستم آمریکا یه جوریه که خود اینایی که توی جاهای مهم کار میکنن، وقتی که بازنشست میشن، بازخرید میشن، دوره قراردادشون تموم میشه، میان میرن یه جای دیگه تازه استخدام میشن. حالا من نمیدونم در سیستم آمریکا اینجوری هست که مثلا شما چون آمریکایی هستی نباید بری برای یه شرکت غیر آمریکایی کار کنی، یا اینکه فقط دولتایی که به اصطلاح آمریکا مشکل داره میگه با اینها نمیتونی کار کنی. در هر صورت لینک این رو براتون میارم و نشونتون میدم و با هم گپی دوستانه و خودمونی خواهیم داشت. میگه در عملیات تروریستی یک اتوبوس منفجر و 40 نفر به نظر میرسه کشته شدند. کجا آقا؟ بنویسید کجا، ایران کجا. و سعید عزیز گاردین رو برای ما فرستاد، خیلی ممنونم.
که میگه former US Air Force officer charged ببخشید charged with spying for ایران. همون که گفتم میگه که این خانم، اجازه بدین عکسش هم به شما نشون بدم که ببینید ما روی هوا حرف نمیزنیم، روی زمین نشستیم ولی حرفهای هوایی میزنیم. این خانم هست که هم روسری پوشیده و هم مقنعه پوشیده و جالبه این بهش مأموریت داده بودن توی میدل ایست، بعد برای دیپارتمنت آف دیفنس که اینجا بهش میگن دی او دی کار میکرده، دیپارتمنت آف دیفنس، دیفنس که میشه دفاع، وزارت دفاع، بله وزارت دفاع کار میکرده و اینها. ولی بعد میگه وقتی چیش تموم شده مانیکا ویت به قیافش هم میاد که آمریکایی باشه، who defected in 2013. این اینجا من اشکال دارم، defected یعنی اخراجش کردن از به اصطلاح این نیروی دریایی یا اون سازمانی که بوده، worked as cryptologist. میدونید که تو کارهای کامپیوتر و اینها این حروف رو میریزن به هم که کسی نتونه باز کنه، مثل همون قدیما که کد مینوشتن و کد باز میکردن، خلاصه همه زندگی ما رو اینها کریپت کردن. کریپتولوژیست ان کانتر اینتلیجنس، کانتر اینتلیجنس میشه ضد اطلاعات، اینوستیگیتور فور مور دن 10 ایرز. و این خیلی جالبه، کسی که ضد اطلاعات کار میکرده، ببینید این آخوندا، این ملاها، این سپاه پاسداران چه زیرک، زبل، حرومزاده، ولد زنا، ماشالله ما از لحاظ فوش و مش و اینا هرچی بخواین داریم، هستن که اینها را هم حتی جلب و جذب میکنن. و اون وقت ماها چه ساده هستیم، نشستیم اینجا چهارشنبه هفته پیش همین آقا رضا عقب افتاده، آقا رضا پلوی بلند شده رفته با یه سناتوری پیدا کن اسمش آقای سعید خان عزیز، اصلا اسم آقای با گوه شروع میشه. سناتور یا نماینده مجلسه، اینا هم که فرقی ندارن، هر دوشون یا آشغاله. من میتونم بگم نماینده مجلس یه جوری بهتر و سختتر انتخاب میشه، چون این سناتور هر ایالتی باید دوتا داشته باشه، بعضی از این ایالتهای آمریکا هست که تعداد گاو و حیوانا بیشتر از مردمه و هر اولاغی اونجا میتونه سناتور بشه. همین این آقای تد کروز، تد کروز یا تام کروز که نیست، تد کروز از یه جاییه که اینجوریه دیگه. بماند میگه former US Force Intelligence Officer who defected to Iran، یعنی فرار کرده رفته، defected to Iran in 2013 has been charged with espionage. بله به جار یعنی به جرم جاسوسی، giving away the identity of the US agent and other secrets. میگن که جرمش اینه که جاسوسی کرده و مشخصات و اسامی جاسوسای دیگه، کارمندای دیگر رو که به اصطلاح تاپ سیکرت بوده، فوق محرمانه بوده، داده به ایرانی ها. این خانم 39 ساله است و در هر صورت این هم این ماجرا. ببینیم که حالا بعدن چی میشه، یه مدت دیگه بعد ایران نگیرتش به نزدی زندان، بگه این اومد به ما گفت من جاسوس شما هستم، بعد ما دیدیم که نه آقا این جاسوس اونا هست. این بازی جاسوسی رو از همون زمانهای قدیم راه انداختن و یه چیز مسخره است، انقدر مسخره است که حتی دولتایی که با هم خوبن، آقا دیگه آمریکای اسرائیل، اسرائیل میاد از آمریکا جاسوسی میکنه، آمریکا در اسرائیل جاسوسی میکنه، اینایی هم که با هم خوبن باز به اصطلاح همدیگر رو چیز میکنن، جاسوسی همدیگر رو میکنن. آقای فرخ به همه شما میگه هلو، خسته شد از بس گفت درود، سوربی گفت آقا درود چیه، خسته شد از بس گفت سلام، دیگران بهش گفتن آقا بگو درود، مگه تو بچه پارسی نیستی؟ بله، اکسپلوژن این ایران نیکست تو سپاه بیس زاهدان. بله هفته قبلم یه اتفاق دیگه افتاده بود و
اگه اینا عرضه و وجود داشتن میرفتن دو تا آخوند رو میزدن، چهار تا مسئول بالا رو میزدن، من دلم نمیسوخت. ولی یه مش آدم بدبخت، شما فکر میکنین این پاسدارا بسیجی ها کیا هستن؟ من یادمه یه آقایی داشتیم به نام آقای جمالی، این انباردار هنرستان قسمت به اصطلاح چی داشتیم، یکی داشتیم مکانیک تراشکاری یا این چیزا، اون قسمت اونجا بود. بعد این یه دفعه یه مدت نیومد مدرسه، نیومد هنرستان. گفتن چی شد آقای جمالی؟ جوونی هم بود بنده خدا. گفتن که داداشش گو اینا مزرعه دارن و این آمده شهر اینجا کار کنه، یه آب باریکی داشته باشه، بتونه خانواده و اینا رو بچرخونه. اون داداشش هم قول داده بوده که توی مزرعه وای میسه کمک میکنه، مزرعه تابستون و فلان درآمد داره، اینجا این بنده خدا زمستون. داداش این وقتی انقلاب شده بود گفته بود بابا خسته شدم من از صبح تا شب سرما و گرما، باید تو مزرعه کار کنم. بلند شده بود رفته بود بسیج. نه بسیجی ها خیلی هم همشون توپ و تفنگ و فلان نداشتن، شادم اصلا نداشتن. دو نفر بودن، یکی پاسداران، اون یکی دیگه چی بود، کمیته و ببخشید بسیج داشت، جهاد سازندگی نداشت. جهاد سازندگی میرفتن خیلی هم کارهای مفید انجام دادن. واقعا اون اوائل انقلاب، شور انقلاب توی این جوانها، مثلا من یادم طرفای کجا بود، خدایا گلاب خوبی هم داره، میمند، بله، میگفتن که یه جوان پیدا شده که آب رو سربالایی میبره و این خیلی سیستم ساده ای که اصلا تو فیزیک شما میدونید که هر چیزی چند درجه بالا میره، این آب رو میبرده بالا، اینجا دوباره یه منبع درست میکرده، دوباره از این آب رو میبرده بالا یه منبع و اون بالای بالا بدون هیچ نیروی آب میرفته بالا. و از این افراد داشتیم، جهاد سازندگی رو مدرسه ساخت. البته اول زدن مدرسه هایی رو که شاه ساخته بود، 2500 تا اروا عمه من، همه اونا رو خراب کردن، داغون کردن، کولرهاشون انداختن بیرون، بخاریهاشون انداختن بیرون، شروع کردن یه سری مدرسه ساختن و اینها. ولی چون آخوندار شروع کردن دزدی، چون همین آقای کروبی، آقای حسین، میر حسینی و اینها به مردم ثابت کردن اینا آدم های دروغگوی هستن، پس فطرتی هستن، دزد هستن، از شاه و خانوادش هم بدتر هستن، اونها هم که زن و زندگی و بچه و خانوادش ول کرده بود رفته بود جهاد سازندگی، برگشت رفت به خانوادش رسید. نمیدونم هنوز جهاد سازندگی در ایران هست یا نه، ولی توی شیراز یه آقای به نام عبدالرحمن جزائری اصلا زندگیشو گذاشت رفت، رفت اونجا توی آبادان که جنگ بود، خود من رفتم اونجا کارخونه یخ خسروآباد و اینها رو براشون درست کردیم، دیدم این مرد با چه از خودگذشتگی. اون وقت یه آدم، اون موقع که ما جوان بودیم 40 سال پیش، و من 22 سال 23 سالم بود که به اصطلاح این جنگ و ماجرا اینا شد، 24 سالمون، رفتم اینا رو کمک کردم. اسم من و آقای عالمچهر و آقای استقامتم روی اون چیزای خسروآباد و یه جای دیگه هم بود نوشته بودن، تقدیر کرده بودن. این آقای عبدالرحمن جزائری اگه کسی ازش خبر داره، کسی میشناستش، احتمالاً الان یا فوت کرده یا خیلی مسن باد باشه، چون اون موقعی که ما رفتیم اونجا این نقل 60-70 سالش بود. بعد افرادی بودن که مثلا میومدن و اینا میگفتن ما داریم میریم جبهه، وای میسادن اونجا نهار میخوردن، این براشون نهار درست میکرد اینا. بعد یادمه یکی بود میگفت که تک تیرانداز از جهرم اومده بود و این میگفتن که وقتی میره اونجاها حتی پای خودشو میبنده. ما گفتیم پای خودشو میبنده برای چی؟ میگفتن این از قدیم رسم بوده، اینایی که میرن جنگ اونجایی که وای میسن برای که خط رو نگه دارن، پای خودشون رو میبندن که نتونن فرار کنن. باورتون میشه مملکتی که شاه اونجوری فرار کرد؟ نه یک بار، نه دو بار. اون وقت یه آدمی زندگیشو، زن و بچه و نوه رو ول میکنه میاد اونجا
بدون حقوق وای میسه با تفنگی که از باباش به ارث رسیده جلو این عراقی ها. و پای خودش رو میبنده که نکنه یه وقت ترس و وحشت به شهامت و شجاعت من به اصطلاح غلبه کنه و من پا به فرار بذارم. اصلا پشت به دشمن کردن خیلی چیز بدیه، ولی البته ماشاءالله شاه که پشت به دشمن نکرد، سوار هواپیما شد رفت. اون آقای چی بوده خلبانه بردش. خب اینم ماجرای این خانم جاسوس. اگه نظری دارید شما بگید این بازی های جاسوس به اصطلاح جاسوس بازی اینم یه بازی کثیف سیاسته یا واقعا حقیقت داره. میگه که جهاد سازندگی تبدیل شده به یک وزارتخونه به نام وزارت جهاد، اما با اینکه بزرگتر شده مثل اول انقلاب و دوره جنگ فعالیت نداره. خانم دکتر فخری سپهرار هم میگه درود به شما، من هم به ایشون هم درود میفرستم، باید بگم درود میگم، هم سلام میفرستم و خوشحالم که ایشون هم جز بیننده های ما هست و ما نتونستیم اون نوشته شما رو برای دوستان بیننده بخونیم و این یکم برای من حقیقتا خجالت آوره که اینقدر چیز کردم. بله خلبان بهزاد یا بهراز، بهزار نوشتید، بهزاد معزی. این خلبان همون کسی بود که بعدن هم مثل که اصلا این مسئول بوده فراری ها رو از ایران ببره بیرون، بعدن هم آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی رو از ایران برده بوده بیرون و دیگه این بار بر نگشته، چون میدونسته این بار برگرده به ایران قسمت بزرگ بدنش گوشش خواهد. بله یوتیوب لایو آل گود. آقای شبستری سلام، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها با ما هستید. و آقا بگو ببینیم در شهر چه خبره، این جمعه برنامه هست یا نیست؟ دوستان فردا شب، اولا امروز 13، فردا شب 14 فوریه، روزیه که این امام اینها آقای کیه والنتاین، نمیدونم والا این مذهبی ها هم داستانهایی دارن عجیب و غریب، میگن این سینت امام میشه دیگه، چون پیغمبر که نیست که، پیغمبر میشه پروفت. این آقای سینت والنتاین میگن که کلیسای مدتی مثل که گفته بوده کسی عقد و ازدواج نکنه، این قاچاقی مردم رو عقد و ازدواج میکرده و اینها، بعد جونش رو به خاطر همین از دست میده و از اون زمان تا حالا عشاق که به دستور کلیسا گویا نمیتونستن ازدواج کنن خودشون رو مدیون این حاج آقا والنتاین میدونن. به همین دلیل روز 14 فوریه که نمیدونم تولدش چیه، این روز رو روز والنتاین، و طبق معمول آمریکا هم این روز رو تبدیل کرده به گل فروشی و دایموند و الماس و جواهرات، و از یه ماه و نیم قبل از بعد از کریسمس، بعد از ژانویه، هی تبلیغ کردن اگه همسرت رو دوست داری نمیتونی فقط بگی عزیزم دوستت دارم، باید بیای به این آقای یهودی یه پولی بدی، این یه سنگ انقدی رو که یه دلارم براش پول نداده به شما بده $1000، شما بدی به خانمت تا خانمت باور کنه که شما دوستش داری. متوجه شدی؟ چقدر قشنگ همه رو گذاشتن سر کار. ولی خودشون یهودی ها از این برنامه ها ندارن. میگه خب این والنتاین که، این والنتاین که امام ما نیست، به ما چه؟ اون کریسمس که جشن ما نیست، به ما چه؟ تازه هر وقت هم میخوان جشن بگیرن گشنگی به خودشون میدن، آشپزخونه رو تعطیل میکنن. این بدبخت آمریکایی‌ها 10 رقم خوراک از چند روز پیش درست میکنن. این عینک ما یه چیزی روشه که نور رو رفلکت نکنه، نور رو منعکس نکنه، و اگه دیده باشین بعضی وقتا تو تلویزیون نور که میفته توی چشم، تو عینک اینایی که تو تلویزیون هستن، یه دفعه یه نور سبزی شما میبینید. اون نور سبز همون تلق یا دلق یا اسپری هست که روی
عینک اینها پاشیدن و قیمت زیادی هم بابتش میگیرن، ولی بعد از چند مدت این از بین میره. متاسفانه ما خودمون که داریم از بین میریم، هیچ عینک من هم داره از بین میره. البته این عینکه سال سومه که دارم و توصیه میکنن که شما هر سال عینکت رو عوض کنی. کی توصیه میکنه؟ عینک فروش ها. فعلا آقا این خدا طبیعت این چشم رو به تو داده، گفته برو. اصلا تا 40 سالگی ما هیچ کاری برای چشممون انجام ندادیم، یه دفعه دیدیم این دستمون کوتاه شده، هی باید این چیزها رو اینجوری میکردیم تا بخونیم. گفتیم چرا اینجوری شده؟ گفتن آقا به این میگن پیر چشمی، دستت کوتاه نشده، چشمت پیر شده. بله، میگه که خانم دکتر سپهرار میگن که جناب سوری، من هر هفته درباره یکی از بیماری های روانی می نویسم و سعی میکنم اطلاعاتی بدم. البته من نوار و تور ندارم. LOL. البته صفحه خودم متاسفم به دست شما نرسید. من توی مسنجر شما هم فرستادم و توی کامنت ها. من خیلی از شما ممنونم. دوستان به من گفتن که یکی از این صفحه های من اگر جز به دوستان ما نباشید بهتون اجازه نمیده چی بفرستین. اینم عجب مسخره بازی در آوردن اینا. ما همچین ستینگی نداشتیم که همچین گزینه‌ای نداشتیم که این کار انجام بدیم که غریبه ها بیرون وایسن، فقط خودیا بیان تو، هر کی برامون دزد بیاد تو، هر کی به به و چه چه گفت میتونه بنویسه. میبینید که بعضیا میان حتی فوش مینویسن. اون روز این علی بنگی آمد توی برنامه مجاهدین و بهش گفتم که، نگفتم چیزی بهش، ولی پیش خودم گفتم، گفتم این مردک دیوانه لیاقت بودن در جمع رو نداره و انداختمش بیرون. چند تام حساب داره، همه حساباش بسته. حالا میریم صفحه شما رو نگاه میکنیم ببینیم این هفته چی نوشتید. حالا ماجرای والنتاین هم بذارید اول بهتون نشون بدم که فردا شب این آقای مهدیزاده یه برنامه گذاشته. اولا بهتون گفتم رفتم این جای جدیدشون رو دیدم، جای خوبیه، بالاخره یه جاه و مکان ثابت گرفتن و خیلی خوبه که آدم یه جاه و مکان ثابت داشته باشه. و اینجا میگه که Happy Valentine's Day 26th University February 14 از 6 از تا 12 Dance Party. امروز که من ایشون رو دیدم گفتم شامم به مردم میدی؟ گفت بله، ما که مهمون دعوت نمی کنیم بی شام. گفتم آقا بنویسید. طرف دیدید دیگه این روزا می نویسید شما رو دعوت می کنیم به صرف شیرینی و چای. یعنی چی؟ یعنی نیای اونجا فکر کنی ما میخوایم بهت شام بدیم. ما گفتم شیرینی و شام یا شیرینی و چای؟ چای و شیرینی. کانون اینجوریه، کانون میگه شما هفت بیا شیرینی و چایی بخور، بعدش هم بشین ما برات 2-3 ساعت حرف میزنیم، بعدم بلند شو برو رستوران. اون وقتا رستوران نیبرز بود. نیبرز گویا این شرکا مو نمیدونم عوضش کردن، کردنش توتی، بعد توتی عوض شد، شد یه اسم دیگه. خیلی بعد این بیزینس هایی که زود زود اسم عوض میکنن، تو نظر مردم این میاد که چه خبره که اینا هی اسم عوض میکنن، هی نمیدونم. در صورت الان یه اسمی گذاشتن که من نمیدونم. بله، میگه چرا این کار رو هم کردم و شما هم تایید کردین. یعنی ما با این خانم فخری سپهرار نازنین و گرامی، حالا اگر فیسبوک میگه باید حتما دوست باشید، ما دوست هستیم، ولی چرا نمیذاره ببینیم؟ حالا میریم امروز به قول معروف مشخص میکنیم که چرا نمیذاره. بیام اینجا بهتون آدرس این برنامه رو نشون بدم دوستان، و اگر خواستید برید فردا جایی نداشتید، شلوغ بود، خواستن گوشتون رو قیمت چیز ببرن، شما هم جلو دوست دخترتون، جلو دوست پسرتون، جلو همسرتون روتون نمیشه، یه دفعه 200 دلار 300 دلار برای 2 ساعت میخواین بدید، نرین اونجا.
بیاین تو همین در قلب وینا. این ماجرای قلب وینا، در قلب وینا نزدیک بلتوی، نزدیک 123، نزدیک تایسنز کورنر، نزدیک جاده 66، نزدیک جاده فرودگاه 267، یعنی یه جورایی ما اینجا نزدیک خدا هستیم دیگه. چی بهت بگم؟ چون این آقای مهدی زادم همش میگه God's grace، یعنی رضای خدا. بمانه آدرسش هست 8306 A Old Court House Road، وینا، ویرجینیا 22182. اگه خواستید با شماره با تلفن با ایشون تماس بگیرید 202-680-0456 شماره مستقیم آقای مهدی تبریزی مهدی زاده است. چون ایشون دیگران هم بهشون زنگ میزنن، اگه شما زنگ زدی مشغول بود جواب نداد، پیغام بذارید، خیلی به اصطلاح کویک ریسپاندر هستن، یعنی فوری به شما جواب میدن. و اما اگر خواستید از طریق ایمیل تماس بگیرید که پیشنهاد نمی کنم من، چون دیدم که آقای مهدی تبریزی توی ایمیل یه کمی از تلفن به اصطلاح دیرتر ایمیل ها رو چک میکنه. ایمیلشون هست TU26GG. حتما میپرسین تیچ چیه؟ خب میتونید بگید اول تبریزیه، ولی نه، تی برای تیچر گذاشتن، معلم، یو برای یونیورسیتی، 26 که میگن عددیه که اسم خداست، جی جی برای گاد گریس، و بعدش دیگه خیلی ساده است، gmail.com. پس شد tu26gg@gmail.com. بیاین با هم دیگه بریم به مطب دکتر سپهرار و ببینیم که ایشون برای ما چی نوشتن. خب اول آقای رجبی میگه که ایرانیان برعکس این که گفته میشود مهمان نواز نیستن، چون همان طوری که گفتید گسترونم های خوبی نیستن، رستوران باز میکنن. من نمیفهمم این کلمه چیه، گسترنما، نمیدونم. برای ورشکست شدن چون قادر به مدیریت رستوران نیستن. مهمان نواز نیستن یا مهمان نواز هستن؟ آها، ایرانیان برعکس این که گفته می شود مهمان نواز هستن، مهمان نواز نیستن. چون همین، اذیت نکن، درست بنویس. بیا بریم صفحه خانم فخری خانم به شما نشون بدم. الان فوری دشمنا با ایشون تماس میگیرن، میگن یه وقت تبلیغ نداده باشی به این برنامه سوربیا، خیالتون راحت باشه، ما از ایشون نه پولی گرفتیم نه تبلیغی گرفتیم، صرفاً به دلیلی که با برادر ایشون سالهاست آشنا هستیم، داداش ایشون لطف کرد اون مقاله رو اون دفعه برای ما فرستاد و ما دیدیم چقدر جالب، چقدر ساده ایشون نوشته و خوندیم و به دوستان هم گفتیم که ما این مقاله رو میخونیم. اولا برای خود ایشون نوشتیم و تشکر کردیم که به نظر ما عذر میخوام قدر مطلق استفاده نکردیم بگیم همه ایرانی ها، نوشتم به نظر من اکثر ما ایرانیان این مشکل رو داریم، ولی ما که روانشناس و اینا نمیریم که فکر کنیم روانشناس فقط برای آدم های دیوونه است. اینجا به دوستت میگی میای بریم نهار بخوریم، میگی نه من امروز میرم روانشناس. بعد پیش خودمون میگیم شانس آوردیم که چاقو در نیاد ما رو بکشه، این مردی که دیوونه شده. نه آقا، هر هفته هر یه ماه میره به روانشناس، میگه مثلا من چرا اینجوریم، چرا تا یکی حرف میزنه عصبانی میشم. بعد بهش میگی برای که منطقی نیستی، یکم تحمل کن، این کتابو بخون، اون کتابو بکن، بخون، ورزش کن، یوگا کن، این کارو اون کار. آقا خانم، این یوگا به زبون هندی یعنی نرمش، خیلی به اصطلاح چی میگن دسته و مسته بهش ندین. مسته چی میشه به شیرازی؟ بله، خانم فخری فری سپهرار،
خانم فخری خانم، من اگر جای شما بودم اسمم رو با فارسی هم می نوشتم. این چیز اجازه میده این کار رو انجام بدید. بذارید من برای یه لحظه بهتون نشون بدم. ببینید صفحه خود من اگه میام اینجا وقتی می نویسه انگلیسی پارسا سوربی، به فارسی هم این زیر می نویسه که اگر دوستان با به اصطلاح کیبورد فارسی نوشتن اونها هم بتونن شما رو پیدا کنه. خب ببینیم این هفته از چه مریضی ما شما پرده برداشتید. دوستان شما دیدید مثلا شب خوابتون نمیبره، میگی حالا من اگه اینجا تلویزیون نگاه کنم ممکنه همسرم بیدار بشه، برم میشم میرم تو اتاق چیز میشینم تیوی نگاه میکنم. میرید اونجا نگاه میکنید، بعد اونا میدونن که این ساعت شب آدم معمولی تلویزیون نگاه نمیکنه، یه مشت مریض، یه مشتی بالاخره اینا هستن. اونا هم هرچی درد و بلا هست اون ساعت برای شما میگن و میگه اگه خوابت نمیبره شما میگه اه این که منم، میگه اگه پاد درد میکنه شما میگه اه این که منم، میگه اگه موهات ریخته ولی از گوشت مو در میاد شما میگه اه این که منم، اگه موهات ریخته ولی از دماغت گوش مو در میاد میگه اه این که منم. من این قوه جاذبه این 60 سال نفهمیده بود که به کدوم طرف موهای ما باد بره. این 60 سال موهای ما بالای سرمون داشت میرفت به طرف خدا و آسمون، حالا شروع کرده از توی دماغ و از توی گوش و اصلا شدیم شکل حیوان. پناه به خدا، خودمونی که میبینیم تو آینه وحشت میکنیم. درود و سلام بر همه، منم به شما سلام میکنم. دوستانیم که اهل درود هستن به شما درود میفرستن. منتال هیل تراپیست، بله. خب بیاییم ببینیم موزیک زیبای آذری، یاشین یاشاسین آذربایجان، پلیس کانادا 5 ایرانی را به جرم پولشویی دستگیر کرد. هنر نزد ایرانیان است و بس. میایم پایین، ایشون هم مثل که حیوانات رو دوست داره، ببخشید منظورم به آقا رضا پهلوی نبود، منظورم به این بالا بود. انیوی ما هممون حیواناتی هستیم که حالا ما تازه ایرانی ها فکر میکنیم ما یعنی انسان ها فکر کنیم حیوانات خوبی هستیم، اگه از حیوانات دیگه بپرسیم میگه به خدا این چی بود آفریدی؟ آقا ما داشتیم راحت زندگی میکردیم میلیون ها سال، میلیارد ها سال، تو این حیوان را آفریدی، اسمش رو گذاشتی انسان، چقدرم به خودت آفرین گفتی و دیدیم که گندی زده. نمیبینم تا، البته شما ماشاءالله مثل که روی فیسبوک خیلی فعالی، چون ما این چیزایی رو که آوردیم فعلا رسیدیم به 21 ساعت قبل. بله میایم پایین تر، میایم پایین تر. چه به سر ایران و ایرانی میخواهند بیاورند، مردم اگر تکان نخورند. خانم شیرین عبادی، خانم مسیح علی نژاد، آقای تریتا پارسی، آقای امیر احمدی، همه اینها، آقای مسعود بهنود، اون آقایی که موهاش بلنده نمیدونم، در صورت کسانی هستن که بیشتر توی تلویزیون میبینیم و اینها. این خیلی جالبه، عکس مجلس ایران رو گذاشتن و ایشون نوشته که لاتخونه و تیمارستان. والا من فکر کنم شما بعد اینجوری به تیمارستان توهین کردید وقتی که بهشون بگید مجلس ایران تیمارستانه. تیمارستانه بیچاره بالاخره یه مشکلی داره، بعدن بردنش اونجا پیدا کردم. 23 ساعت قبل میگه که درود دوستان عزیز، امروز میخواهم به طور خلاصه درباره یکی دیگر از بیماری های روحی با شما صحبت کنم به نام شخصیت وسواسی. این چیه؟ جبری پا یا جبری پا؟ که این بیماری تفاوت با بیماری وسواس داره، Obsessive Compulsive Disorder. این OCD من داشتم، کسانی که یعنی آشنا بودم که طرف میره مثلا حمام بعد میخواد بره مدرسه، دوباره میره حمام، دوباره میره حمام، دیگه آخر پدر مادرش میگن آقا مدرسه تعطیل شد، طویله اسلامی.
مانی خورسندی میگه طویله اسلامی. آفری، دو تا کار انجام داد. دیکتاتورشیپی رضا شاه رو که به مجلس گفته بود طویله رو با این نادانی آخوندا ریخت به هم و شد این مجلس جمهوری اسلامی طویله اسلامی. خب ببینیم که continue reading، ببینیم ادامه بدیم بیشتر بخونیم چی میبینیم. این از این. حالا همونجوری که گفتم احتمالا یه عده تماس میگیرن با خانم سپهرار. خانم سپهرار شما هم دیگه دیوونا رو میشناسی دیگه، قشنگ بهشون بگو که خب حالا این سربی بده، این مزدوره، به نظر شما من کدوم تلویزیون برم؟ میگه تلویزیون مثلا اکس. بگو شما میتونی صحبت کنی اونجا برای من برنامه بگیری، پولش رو بدی، ببین چی میگه. اینجوری از دست اینا نجات پیدا میکنی. بله، بیماری شخصیتی وسواس بعضی وقت به صورت بیمار شخصیتی توهم در می آید که همیشه نفع خود و خواسته بیمارگونه خود را بالاتر از هر کسی قرار می دهد. این هم که وان دارم آقا خانم، تو رو خدا عجب بدشانسی آوردم من با شما آشنا شدم. اینم شد مثل دو شب سه شب تلویزیون نگاه کردن. هر مرضی که شما می نویسی ما حالا یا کم یا زیادش رو داریم. این با اون نارسیسیست یا خودشیفتگی یکی نیست خانم سپهرار؟ obsessive compulsive personality disorder. اوه اوه این یه پی هم اضافه شد، OCPD. اون یکی OCDه، این یکی OCPD. حالا ما اون OCD رو یه کمی داریم، من خودمو میگم، باور کنید روزی 10 بار دستمو میشورم. بعضی وقتا به دوستان میگم ببخشید من دستم خیسه، عمدن رفتم دستمو شستم اومدم که بگم دستم خیس. بله، پس شما درد نکن. خیلی ممنون که یه مریضی دیگه ما رو به همون امروز معرفی کردیم، از شما متشکرم. حالا ببینیم راه حلش چیه، راه حلی هم داره یا نه. خانم انقدر میخندی بعدا ما به تعداد خنده ها چارجت میکنیم. بذارید براتون یه داستانی بگم. سالها پیش یه دوست ما بلند شده بود آمده بود از آلمان، از این کارهایی که ما ایرانی ها میکنیم دیگه، کلمون خشکه، پاسپورت یه نفر دیگر رو که ویزا توش بوده برداشته بود آمده بود آمریکا. اینجا نمیدونم چرا بلیط خریده بود رفته بود فلوریدا. خب آقا من که واشنگتنم، همه ایرانی های دیگه که کالیفرنیا هستن، شما چرا رفتی فیلادلفیا؟ فیلادلفیا هم که قربونش برم اسمش هست برادرلی هود یا هم چیزی، برادرلی یه چیزی یعنی ایالت برادرها. اون جوکه بود طرف گفت آقا به ما نگو برادر خواهر، پدرمون رو در میاری، به اون تجاوز میکنی، بازم به اون میگی برادر خواهر. این بنده خدا وقتی رسیده بود اونجا گرفته بودنش، فهمیده بودن پاسپورتش دروغ و فلان اینها، اون مامور امیگریشن $10,000 پولی رو که این با خودش آورده بود گرفته گذاشته اینجا. اینم که حالا اون موقع حالیش نبوده و نگران و فلان اینا، فرستاده بودن زندان امیگریشن. زندان امیگریشن هم یه مش خارجی هیچ که زبون همون نمیفهمه، و دو سه روز بعدش خلاصه زندان معمولی به ما خبر داد و ما بلند شدیم رفتیم فیلادلفیا و اینها. بگو راستی اینا پول منم گرفتن. گفتیم حالا به وکیله میگیم، برات وکیل گرفتیم. به وکیل که گفتیم که آقا اینجا نوشته یه کمربند داشته، یه ساعت داشته، یه پیرن داشته، شما هم امضا کردیم. داداش خود من از آمریکا بلند شد آمد ایران، زمان جنگ بود، فرودگاه شیراز تاریکی بود وقتی اینا رسیده بودن. حالا هواپیما چجوری میشینه میدونید که اونا اصلا یه پروازی دارن که یعنی مثل اینکه بلایند هستی، کور هستی، دستگاه ها بهت میگن و میشینی و اینا. که این احمق ترامپ وقتی رفت عراق آمد گفت که
خب ما رفتیم عراق و میدونید که اینا از این وسایل استفاده میکنن، همه رو لو داد، گیجه. خلاصه برادر ما گفت بودن چی داری؟ ویسکی میسکی اینها؟ گفت بود نه آقا من دانشجو بودم، حالا اومدم اینجا، ویسکی میسکی چیه؟ گفت بود هر چی داری بریز اینجا. این هم دست کرد تو جوش، هر چی پول داشته بود. اون وقتام که اینقدر کردیت کارت و فلان نه نبود، بالاخره یه مقداری پول کش همراهشون می‌بردن. الان شما اگه تو دادگاه بگی آقا من 1000 دلار به این نقد دادم، میگی شما از کجا 1000 دلار نقد داشتی؟ این جادجودی رو نگاه کنید، انگار 1000 کیلو تریاک داشتم. گفتم خانم ما همیشه پول نقد تو کفشمون، تو جیبمون، حتی مادرمون یه جیب توی پیرنمون میدوزه که از بیرون مردم نفهمند، دزدا نفهمند. وقتی میخوان پول در بیارن یه ساعت اینجوری میکنیم، دست میکنیم اون جیب بغلی تو پیراهن. در هر صورت پولای داداش منم گفت وقتی ریختن، اون موقع پاسدار ماستارا تو فرودگاه بوده، گفت وقتی ریختم اینجوری کشو باز کرد قشنگ اینا رو هول داد ریخت تو چیز. گفت من همین که رسیدم ایران دیگه آمدم اینا، بگذاریم ببرمتون فیلادلفیا، ببرمتون سر این خنده های unlimited love، خنده ایشون. ما وقتی رفتیم فیلادلفیا این دوستمون رو بیاریم و اینها، وقتی رفتیم از زندان با ودیعه بیزینسمون رو گذاشتیم گرو، این دوستمون رو ودیعه وثیقه هرچی گذاشتیم و آمدیم. اون موقع بیزینسمون رو برای 70,000 دلار، خیلی پول بود، سال 1987 و اینا، 70,000 دلار پولی آپارتمان بود. آپارتمانی که من خریدم 2 بدرومه توی فارسیش که الان آقا فرخ زندگی میکنه دقیقا میدونه کجاست، لافایت پارک روبرو مسجد، که به دلیل مسجد در رفتم، خریدم 81,000 دلار. خلاصه 70,000 دلار ما وثیقه گذاشتیم، این دوستمون رو از زندان آوردیم بیرون. گفت خب حالا اومده بیرون همش نگرانه، میگه 10,000 دلارمو گرفتن اینا، بیان بریم یه دو تا رستوران و فلان اینها. خلاصه رفتیم رستوران های فیلادلفیا رو شب سر زدیم، دیدیم یه رستورانیه یه 5 دقیقه میان این ارکستر دیوونه وار میزنن، اونم سالای ایدیز میدونید، همه این هارد راک و میزنن و اینا، آدم دیگه میخواد کر بشه میره، یکی دیگه میاد. ما گفتیم خدا اینا به چه سرعتی این جاز رو وصل میکنه، درام رو وصل میکنه، نمیدونم اون یکی گیتارش رو وصل میکنه، این گیتاریست هم یه ستایی چیزی زیر پاشونه. خلاصه بعد به یک کسی که اونجا بارتنده، من یه عادت خیلی خوبی هم دارم، اینو از داداشام یاد گرفتم، گفت وقتی شما میری اگر حتی میخوای با کریدیت کارت پول میزو بدی، اون مشروب اولی رو که بهت میده مثلا وقتی میذاره شما یه 20 دلاری بذار یا 50 دلاری بذار که این مجبور بشه میخواد باقیشو بده، شما یه تیپ درست حسابی بهش بده که این بدونه شما میخوای بهش تیپ بدی، تا آخر شب ازت پذیرایی میکنه. خلاصه از این بارتندره پرسیدیم که این چیه، معمولا رستورانا یکی دو تا یعنی تا حالا 6-7 نفر اومدن. گفت اینجا صاحبش اجازه میده اینا بیان بزنن و برن و چیز کنن و ورودی هم میگرفت، مثل یه 10 دلاری هم ورودی میگرفت چون لایو بند گفتیم فلان اینا. اوکی خلاصه من اومدم اینجا به خانمم گفتم که میدونی یه فکر خوب به سرم زده. گفت چی؟ گفتم میخوام یه رستوران باز کنم. قبل از اینکه جمهوری اسلامی به من رستوران رنه رو بده، بخ رنه 22 سال اینجا کار کرده بود، یه رستوران اجاره‌ای از رادیوی کره‌ای، اون وقت ما رفته بودیم یه شب از اون اجارم نه باش معامله کرده بودیم که آقا ما پول شما پول مشروب بگی، ما پول دم در رو میگیریم میدیم به نمیدونم دی جی و موزیک و فلان و اینها، که یه شب آقا بهبود داودی اون وقت اومد. خلاصه گفتیم میخوام یه رستوران باز کنیم اینجوری و اینها، خانمم گفت تو دیوونه شدی، کسی که نمیاد کاور چارج بده. گفتم آها من از این وری کاور چارج چارج میکنم. گفت یعنی چی؟ گفتم من مثل کشور ایران هست مسافر وقتی میخواد بیاد خارج ازش خروجی میگیرم. گفت گفتم من ما چی کم داریم از ملاها؟ ما اینا که میان انقدر بد میزنن، هر کی خواست بره بیرون دم در میگیم آها حالا باید 15 دلار بدی تا بری بیرون.
اینم ماجرای چارج کردن برعکس ما. حالا مثل برگزیت که میخواد الان از اروپا بره بیرون و میگن انقدر ممکنه وضعیت اروپا بریزه به هم، مخصوصا وضعیت خود یوکی یا یونایتد کینگدم یا انگلستان، که این حاجی خانم رو باید قایمش کنن یه جایی. عکسای این حاجی خانم رو ببینید با روسری میره این ور و خدا نکشتتون تا مردم بکشن. اینم از این داوود بهبودی. بله بله مانی آره. اینم اونجا از اینجا شروع کرد، خواننده خوبی هم بود، مجلس گرم میکرد. من مثل جهانگیر، جهانگیرم خواننده بسیار خوبیه، اینا واقعا اصلا با مردمی که نشستن ارتباط برقرار میکنن و این بهترین قسمت خواننده بودنه یا گوینده بودنه یا مجری بودنه که بتونی با مردم ارتباط برقرار کنی. در اصل خانم سپهرار، از بس ما برای خوندن این مقاله اینقدر معطل کردیم و فسفس کردیم، فکر کنم میخواست بنویسه جونت بالا بیاد. آقا نخوندی که برداشت نوشته که متاسفانه بیماری های روانی اگر مراقبت نشه بیماری های دیگر هم اون شخص میگیره و به هم وصل هستن، مثل زنجی، مثلا افسردگی به استراب و ممکن است به OCD تبدیل شود. ولی همه معالجه دارند، نگران نباشیم، با تراپی و مدت محدودی دارو. بله آقای ایمانی خورسندی میگه همکلاس من بود ابو مسلم، مدرسه ابو مسلم یا داوود، اسمش ابو مسلم بوده بعدن گذاشته داوود. اینم از این. خب برگردیم اینجا، ایشون نوشته که بیماری شخصیتی وسواس، بذارید نوشته رو نشونتون بدم. بله بیماری شخصیتی وسواس بعضی وقتا به صورت بیماری شخصیتی توهم در می آید که همیشه نفع خانم تمام این کمپوزیسیون ما این مرض رو داره. به خدا من حاضرم پول ویزیت اینا رو بدم تا شما بهشون ثابت کنی اینها مریضن. بله میگه که خودشون رو بالاتر از هر کسی قرار میده که در این جربه سبب اذیت و آزار انسان‌های دیگر، حتی ای به خدا تو صف دیدید ما وای میسیم تو صف یکی میاد میزنه جلو، خب بهش یکی آقا بگی مریضی میزنی جلو، خب ما هم مثل تو بیا برو ته صف. نمونه این بیمار شخصیت در فیلم های هالیوود دیدیم، مثل فیلم Fatal Attraction یا فیلم Misery، بله استارینگ جیمز کان و کتی بیت، که در این فیلم نشان می‌دهد که شخصیت کتی بیت به خاطر علاقه به نویسنده معرفی که هرگز ندیده اطرافیان را و خود فرد را اذیت تا حد مرگ. این گونه شخصیت مریض نمی‌تواند رفتار غیرعادی خود را توقف کند. این مریضی می‌تواند پیشرفت کند تا به حالت رویا و توهم برای به دست آوردن کسی که میخواد اطرافیان را آزار بده. گرچه بیماری این سیکنوفرنیا ریشه ارثی دارد، ولی متاسفانه میتواند در اثر اتفاقها یا عواملی تبدیل به بیماری این اسکیتسو میگن اسکیتسوفرنیا. با ما ایرانی ها این اسو باید همچون بگیم که اسمون معلوم بشه، به بیماری شخصیت تبدیل میشد که باید توجه بشود. دوستانی که انگلیسیتون بهتر از ایرانی هست، ایشون به انگلیسی هم نوشتن که کار بسیار پسنده هست. بفرمایید اینم انگلیسیش. بعد چه قشنگ یه تیک فارسی می‌نویسن یه تیک انگلیسی، بعد میاد میگه داروها همیشه توسط دکتر تجویز می‌شود و نباید خودسرانه. دیدم تو اون مقاله قبلی هم اسم داروی زولافت و اینا رو نوشته بودن، ولی نوشته بودن با تجویز دکترتون اینا رو استفاده کنید. پس شد داروها همیشه توسط دکتر تجویز میشن و نباید خودسرانه مصرف گردد. و من برای اطلاع اینجا می نویسم تشخیص این بیماری ها توسط اطرافیان کامل رفتار غیر نرمال که در... خب این بحث خیلی خوبیه. مثلا یه نفر که با من زندگی میکنه، فامیل، دوستان، چجوری به من بگن که من ناراحت نشم؟
دیدید این معتادا هر چی بهش میگه آقا شما اگر روزی 4 تا آبجو باد بخوری تا شب بشه شما الکلی هستی معتادی، میگه نه آقا این برای تنوعه، حالا فردا اگه شد موقع آبجو بهش نرسید اعصابش خورد میخواد به همه فوش بده تو خیابون که داره میره میپیچه جلو ماشینا. خب اینم شما یاد ما بده چجوری با این افراد مریض ما روبرو بشین، چجوری بهشون بگیم آقا مریضی بیا برو دکتر. داروها همیشه اینجور اینها در بیمارشناسی از مریضگونه افراد دور بر خود برای رسیدن به آنچه که میخواد برسد، زمانی همانطور که در بالا اشاره کردم افراد بیگناه صدمه ببینند. در نتیجه رفتار مریض بیشتر مواقع افرادی در جامعه متاسفانه بدون معالجه زندگی میکنند و سبب میشود که مریضی آنها شدیدتر. یا اجازه بدید من یه جمله اضافه کنم، چون ما مثلا یک ساعت میریم مطب دکتر میان بیرون خودمون یه نیمچه دکتر میشیم، یا اینکه چون اطرافیان نمیتونن به این سوربی بگن آقا مریضی، نمیتونن راضیش کنن بره دکتر روانشناس، اونا هم مثل این مریض میشن. پس میشیم یه جامعه پر از مریض. امروز هخامیا مالیخولیا و این مرض، فکر کنیم بیشتر از همه میفهمه، فردا فولادوند میاد، پس فردا شایان کاویانی میاد، دوستمون آقای داور میشه رهبر زرتشتیان یا زرتشت، نمیدونم آقای اتابکی میاد میشه رئیس جمهور، و ای داد بیدا شما یه نگاه به دوربر خودتون بکنید ببینید چند نفر رو تو همین دوتا مریضی سه تا مریضی که تالا ایشون برای ما گفته شما میتونید اینا رو بذارید توی این کاتگوری، توی این تقسیم بندی، توی این قطعی هایی که خب این قطعی عطاری ها چی بود دیگه؟ میگو اینی که مثلا سرما خورده از این، اینی که تب داره از این، اینی که پاش درد میکنه از این و الی آخر. حالا این دوستان دکترم باید قطعی هایی درست کنن ما ایرانی ها رو یکی یکی بذارن توی چیزی که از بس مرض داریم، باید ما رو تیکی تیکی کنن بذارن تو همه قطعی ها. بله مانی میگه بیشتر از 99% اون 1% رو ما میگیم دیوونه است. خب اینا هم دبیرستان با هم میرفتن، بد نیست با هم در تماس باشید. این فیسبوک الان وسیله خوبی شده که وقتا اگه یک کسی معروف میشد فوری تلفن ملفوناشو قایم میکرد و هیچ کس نمیتونست باهاش تماس بگیره، الان روی فیسبوک اقلا میتونید باش تماس بگیرید و فکر نمی کنم داوود بهبودی کسی باشه که فیس و افاده داشته باشه، خیلی آدم خودمونی و به اصطلاح خوبی هست، هر جا هست خوب سلامت و شاد باشه. خب بله میگن که علت بروز البته بیماری اسکوفیلیا با این بیماری فرق داره ولی جز بیماری شخصیتی است که ممکن است این گونه افراد را ببینیم و بهترین راه کمک به آنها است. علت بروز این بیماری ها همانطور که گفتم دلایل زیادی دارد، از ریشه ارثی تا محیط و مسائلی که در زندگی ما اتفاق میفتد. افراد با اعتماد به نفس پایین، حالا برعکس اینا فکر کنن خیلی اعتماد به نفسشون بالا، مشکل عصبانیت و اضطراب ها، شکست ها، ظاهر فیزیکی، حسادت های مریضگونه. آی خدا شما تا امروز کجا بودی؟ این حسادت های مریضگونه ما رو به جای رسونده که خودمون به همدیگه میگیم ما ایرانی ها مثل این خرچنگ ها هست. شما برید بازار ماهی فروش ها، ماهی تو آبه، تازه سرش هم گذاشتن که از تو آب نپره بیرون. این خرچنگ ها یه ستایش ریخته توی یکی از این سبدای چوبی و سر نداره. وایسید اونجا یکم بهشون نگاه کنید، میبینید این یکی که داره میاد بالا، او یکی دیگه میاد رو پشت این، اینو میکشه پایین، یکی میاد از این دوتا میره بالا، خلاصه هیچ کدومشون با اون بالا نمیرسن و همشون همدیگر رو میکشن پایین. اینم ما این هستیم. فیلادلفیا the city of brotherly love،
عجب برادرلی لاو بود. پشت هر چراغ خطری، من اون موقع یه ون بزرگم داشتم، ونا میدونید که یه سریشون مینی ونن، یه سریشون ونن، یه سریشون پسنجر ونن، یه سریشون اون یکی دیگه چی میگن که شیشه و در و اینا نداره، برای موکت فروشا دارن، نمیدونم مکانیکا دارن اینها، و مال ما هم اونجوری بود. وای میستادیم پشت هر چراغ قرمزی، طرف میومد میگفت اسلحه میخوای، مواد میخوای. حالا یا از اینایی بودن که مثلا اگه میگفتی میخوام، میگفت خب چه داری، $200 بده من میرم برات میارم، پول تو میگرفت در میرفت. اگه مواد میخوای $20 بده من برات کوکائین بیارم، پول تو میگرفت در میرفت. یا شادم واقعا معامله میکردن. کارگو، بله ون کارگو. خدایا این دوستان خوب از ما نگی. دیدید همچین برنامه ای تو هیچ کدوم از تلویزیونای ایرانی که اینجوری تونسته باشه با دوستان این ریل تایم، یعنی در همین لحظه ارتباط برقرار کنه؟ من هنوز جملم راجع به ماشین تموم نشده. از کانادا طرف بخواد با تلفن با من تماس بگیره، باید شماره منو پیدا کنه، زنگ بزنه، یه سال سلام و احوال پرسی و بعدم بگه ببخشید مزاحمت شدم، منظورم این بود. تقی با فیسبوک الان می نویسیم و چیز میکنیم، به اصطلاح با هم تماس میگیریم. Watching with you که این خانم هدیه یا هیده، هیده مجذوب، من نمیدونم هیده، ما هایدی داریم ولی هایدی رو اینجوری می نویسن. بله در صورت ممنونم که با ما هستید، بیشتر ممنونم که لطف کردید نوشتید، چون ما ایرانی ها اکثرمون تنبل هستیم. خلاص، با این که خود را پایین تر از کسی میبیند و به دنبال خوشبختانه همیشه کمک هست، بدبختانه ما نمیریم کمک بگیریم. متاسفم که خیلی را به انگلیسی نوشتم، امیدوارم بتوانید استفاده ببرید که شاید با این اطلاعات دوستی را کمک کرده باشید. خانم بنویس با این اطلاعات خودتون را اول کمک کنید، بعدم دوستان را کمک کنید. شاید ما اگه خودمون رو کمک کنیم، اصلا این بیچاره دوستانمون این مریضی رو نداشتن. من بودم که با این کارهایی که انجام دادم اینا رو روانی و دیوانه و چیز کردم. در صورت سلامتی روحی خوبی برای شما آرزو میکنم. چقدر قشنگه ببینید، چون سلامتی همش سلامتی جسمی نیست، فیزیکلی نیست، روح همین سول اونم هست. منم امیدوارم هم سلامتی جسمی داشته باشیم هم سلامتی روحی، و از شما ممنونم. حالا فهمیدم چرا من اون هفته نتونستم این مقاله شما رو پیدا کنم، چون تعداد چیزایی که شما می نویسید زیاده، من هی رفتم پایین، هی رفتم پایین. احتمالا مثلا تو چند ساعت رو نگاه کردم، فکر کردم خب اگه بود دیگه الان بود. حالا نمیدونم، اگه کاش فیسبوک میذاشت که آدم دو قسمت داشته باشه، یه قسمت چیزایی که مال خودشه میخواد اینجوری باشه، یه قسمت چیزایی که میخواد عمومی باشه، شیر کنه برای تفریح با دوستان و اینا. ولی فیسبوک حقیقتا ما رو برده خودش کرده. شما دفعه دیگه نگاه که میکنید ببینید چقدر از بالای صفحه رو، با وجودی که اجازه میده عکس من و عکس خودتون باشه، ولی حقیقتا اون گرفتتش و نمیذاره شما هیچ کار دیگه انجام بدید. از اون ورم میگه خب ما که ازت پول نمیگیریم، ولی از این ور داره آزادی تو، اطلاعات تو میفروشه. بله میگن این خانم گرامی سپهرار عزیز، اگر قبول کنیم که بیماری روحی هم مثل بیماری جسمی است و دست خود آدم نیست، بدون خجالت به تراپیست میرویم. اصلا برای آدمهای معروف پرستیژ شده که تراپیست دارن. زدید تو خال، آفرین. مگر اینکه به وسیله پوز دادن و پرستیژ ما اینا رو ایرانیا بریم اونجا. شما نگاه کنید الان من شنیدم این حمام رفتن و کیسه کشیدن و اینها یک پرستیژی شده. همینجا در وینا یه مراکشی حمام باز کرده، اسمش هم حمامه، ولی اونجا مگه کسی روش میشد بگه آقا من رفتم حمام کیسه کشیدم؟
به غیر از لیف و صابون خجالت آور بود. افرادی مثل شما که کمک میکنن جامعه بفهمه که آقا خانم سربی روانی، این دست خودت نبوده که دیوانه شدی، جامعه دیوانت کرده، حالا که فهمیدی اقلا برو دوا بگی. ممنون و متشکرم. این فیسبوک تا گفتیم چی ما رو قطع کرد، این بر بگم چی کارت کنم خدایا، تا گفتیم ما برده فیسبوک هستیم ما رو قطع کرد. خودش هم قشنگ می‌نویسه انجام شد برنامه، کجا انجام شد؟ ما وسط ساعت چند داره؟ تازه ساعت اول هستیم. دزل و اسپلیت و میکروفون دوباره شروع میکنیم، حرکت از نو. بله خب دوستانم دیگه یاد گرفتن وقتی که قطع میشه دوباره میان، ولی این چه کار، چرا فوری بگیم نامردیه؟ انگار که حالا مردا همه کارشون درسته، هر کی کار خرابی میکنه اون کار نامردیه. کار ناجوان مردانه ای بود که قطع کرد این ماجرای برنامه رو و ما هم داریم دوباره وصل میکنیم، دوباره هم روی فیسبوک مردم هم با شما وصل بشیم و ببینیم که این رو هم یک لحظه just now ببینید. دوستان بلدن ماشاءالله، ایرانی ها راهش رو پیدا میکنن. تا دید قطع شد دوباره یه دونه ریفرش یا دوباره بیاین وصل میشه. از بس ما تو شرایط بد زندگی کردیم تمام مشکلات رو بلدیم حل کنیم. مثلا این آمریکایی‌ها اگر شما یه وسیله نداشته باشن نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، وسیله میکانیکی ما مثلا نداریم. یه دفعه من یادمه مدت‌ها پیش یه آچاری میخواستیم، آچار کوچیک نداشتیم، ما اومدیم این آچار بزرگ رو استفاده کردیم، یه مثلا پیچگوشتی گذاشتیم بغلش، طرف داشت شاخ در میورد، گفتیم آقا ما نصف تعمیرات رو تو ایران با آچارایی که مال این نیست انجام میدیم. چند روز پیش به یه دوستم گفتم با آقای پتی، ما میخواستیم یه تسب پروانه یه ماشین رو عوض کنیم، وقتی اینو باز کردیم دیدیم که نوشته آچار ایتن، نه آچار الن، نه ها، ایتن مثل ستاره از آچاره. بعد این داماد من گفت که باید برم بخرم بیام، گفتم حالا صبر کن، وقتی شما آچار متریک داری، آچار استانداردم داری، یکی از اینا بهش میخوره. انداختیم و شد و درست شد رفت. میگه که سربی فکر کنم این ترامپ هکت کرده. آقای مانی عزیز باورت میشه این دیوانه زنجیری، این مردک شارلاتان فکر میکنه کامپیوتر و چیزهای الکترونیکی اینها رو هم بهتر از همه میدونه؟ تا حالا چند بار همه چی رو گفته، دیدید؟ میگه معامله که من بهترین معامله رو میکنم، ای معامله تو سرت بخوره که معامله خودت هم درست نیست. 35 روز حقوق بی خود داد به افرادی که نیومدن سر کار، نگرانی خیلیشون هم بدبخت هایی رفتن جریمه دادن اینا، ولی مردم آمریکا 35 روز حقوق دادن به دولتی که کار نمیکرد. به خاطر این حالا دیروز با خوشحالی آقا رسیدیم به توافق، موهاشم از اینجا پیچیده بود دور سرش عین عمامه، عین عمامه آخوندا، اینم باید تبحر داشته باشی، اما اونجوری که اونا عمامه میپیچن تا بلد باشی این موهاتو چجوری اینجوری کن. و آمد گفت اینا حاضر بودن 20 بیلیون بدن، بعد که این گفت نه، این گفت 5.7 بیلیون، گفتن ما بهت نمیدیم. الان با 1.2 حاضر شده، بعدم به طرفدارای بی سوادش کجا؟ همون گاودونی طرف های تگزاس پریشب رفت گفت دیدید من دارم چه دیلی میکنم، اونا هم هورا عجب دیلی کرد. حالا این راجع به کامپیوتر، این قبلا حتی بلد نبوده توییتر بزنه، یه بند خدایی دیده این چیز میکنه گفته آقا این تلفنت الان یه دستگاهی از توییتر میتونی برای دوستات بفرستی، که اون بدبخت گفت من پشیمانم که به این پیر سگ توییتر یاد دادم. حالا شما اینو داشته باشید، دیروز آقای دکتر رضا سلامی برای من یه ویدیویی فرستاده،
که آقای ترامپ، آقای جان بولتون، هرچی کوفت و کچل و نمیدونم مریض و روانیه جمع شدن فعلا. اینا برای 40مین سال انقلاب ایران آمدن و آیه نس خوندن. اوکی بخون. بعد آقای هرمز چمنارا برای من نوشته که ترامپ گفته بود که ایشون فرستاده که ایرانی ها لیاقت بهتری دارن. میگم ما میدونیم آقا، یعنی شما تا امروز که ترامپ بهت نگفته بود نمیدونستی که ما لیاقتی بهتر از شاه داشتیم، لیاقتی بهتر از شیخ داریم؟ واقعا نمیدونستید؟ اگه نمیدونستید خب something wrong با شما. طرف دیدید رفت اسم بچه چه گذاشت something wrong؟ گفتن چرا؟ چون چاینیز هستی something wrong؟ گفت نه آقا، من چاینیزم، زنم هم چاینیزه، این بچه سیاه‌پوسته، اسمشو بنویس something wrong. به فیسبوک گفتید که اطلاعاتتون رو میفروشه، فیسبوک تنبیهتون کرد، برنامه رو قطع کرد. حالا ممکنه بگیم نه، بخندیم. من بهتون گفتم 50 و خورده سال اولین موقعی که تلویزیون آمده بود توی شیراز و اینها، همون نزدیکای جشنای 2500 ساله بود که من یادمه بیشتر اون نشون میدادن، اون بود که ما اصلا تو روز برنامه نداشتیم، بعد اون تو روز پخش میشد. عمه پیر من، پیرترین عمه من، خانم شرافت، این من و پسر عمم و پسر عمو توی یه سن سال یک سال دیر بود، خیلی هم شیطون بودیم دوتامون، حالا ورزشکار و فلان، یکی اون اصلا حال نداشت، همش میخندید و اینا، نشسته بودیم صحبت میکردیم حرف میزدیم، این عمه ما میومد میگفت حواستون به خودتون باشه، همین جوری که شما اینا رو میبینین اینا هم شما رو میبینن ها. ما قش میگردیم، دست میذاشتیم دو دلمون این پیر زن احمق رو نگاه کن. حالا نگاه کنید طرف میخواد شب بخوابه، اول لاف نمیکشه رو خودش، اول میاد یه لافی میندازه روی سر تلویزیونش. برید برنامه بیل گیت رو نگاه کنید که میگه اولین شبی که رفت خونه جدیدش بلد نبود تلویزیون رو خاموش کنه، لحاف یا پتو کشید روی تلویزیونش، با باربارا والتر مصاحبه کرده. بله آخ خدا پدر مادرت بیاموز. این خانم سپهرار میگه خوب شد که ترامپ گفت، ما نمیدونستیم، همه حرف میزنه تا عمل مثبت به قول معروف talk is cheap. بله حرف مفت که خودمان تو ایران میگفتیم، اینجا میگن حرف و صحبت کردن ارزونه. اینا ما نمیدونم، ما یه درجه از اینا جلوتریم، ما حرف مفتم داریم که دیگه ارزون چیه؟ مفته. خب آقای شاهین فاتحی هم اینجاست، درود بر شما آقای فاتحی. چی شد آقای این دوستان این همه نهضت، این همه جنبش؟ ما گفتیم این 40مین سال انقلاب رو نمیبینیم، 40 سال انقلاب رو جشن گرفتن، اومدن تو خیابون تو دهات، طرف یه 4 تا دهاتی رو گذاشته، ولی چه جالبه همون دهاتی هم میکروفون وایرلس داره، بعد همشون هم این روزا دیگه یه دستگاه همراهشون میارن، طرف بخواد تنبک بزنه یا تمپو بزنه یه دستگاه میاره، اکولایزر رو نمیدونم از این امپلیفایر رو اینا، خلاصه دهاتیه توی میکروفون یه چیزی میگه به ترامپ فوش میخونه، ما که به شعر درست کردنمون عالیه، شعر میخونه، یکی دیگه وایستاده از این احمقتر یه آدمک و مترسکی برای با شکل ترامپ درست کرده، با چوب میزنه بهش. بعد طرف زیرش نوشته که همه اینایی که اومدن جشن بگیرن همینا هستن. میگم آقا اون که این کارو میکنه احمق، اون یکی که چوب میزنه احمقتر از اون، ولی شما با این نوشتت ثابت کردی که شما مقام اول رو برای خودت گرفتی از این دوتا احمقتری که اینو می‌نویسی. چون اگر این 4 نفر 5 نفر هستن که آمدن جشن 40مین سال رو میگیرن، خب بدبخت، خب پوفیوز، خب دروغگو، جزو هر دسته‌ای که هستی از مجاهدین عقب گرفته، عقب افتاده گرفته تا شاه الله، یا دوستان با سلطنت طلبا و طرفداران پادشاهی من کاری ندارم،
اون نوع حکومت، اونا حق دارن هر چی دلشون میخواد، چون هی میگن نگاه کن دانمارک، نگاه کن نمیدونم فلان. اوکی، من شاه اللهی رو میگم. ترکیب این دو کلمه حزب اللهی، شاه اللهی، مصدق اللهی، مجاهد اللهی، اینا وقتی اللهی میشه همون میشه که این خانم دکتر میگه، خودشون رو بالاتر از همه، دانشمندتر از همه میدونن و به شما میگن شما نمیفهمی، بذار من برات تصمیم بگیرم. شاه باشه مهم نیست، میگه من بیشتر از شما میفهمم. این شاه خوش دیپ ما، آمریکایی‌ها بهش میگفتن کریسمس تری، درخت کریسمس، از بس به خودش انگول چی میگن منگولک آویزون کرده بود، منگوله میگن نه. بعد با این همه لباس از اینجا تا اینجا، من گاهی وقتا نگاه میکنم میگم این بنده خدا میخواست بره دستشویی نیم ساعت باید کمربند و چیزاش باز میکرد تا بره یه جیش خالی کنه. هر وقت گفتن پخ در رفت. اون وقت این آمریکایی‌ها میگن آقا این چیه اومده فلان بیسار اینا. با این دوستان شاه اللهی که آقای رضا پهلوی میره، قرار شد این اسم رو برای من بفرستین، این کسی رو که چهارشنبه هفته پیش دیده و اول اسمش جی او اچ هست، جی او اچ سامتینگ، و اون کسیه که میگه باید بمب بندازیم ایران، باید بزنیم و بره و فلان. نه نه گفته نماند. خیلی از ماها ایرانی ها میگیم آقا این ایران آباد شدنی نیست، باید یه بمب اتم بندازن توش، از اول دوباره موجودات درست بشن. حالا تا چند سال موجودات اینجوری میشن اونجوری میشن، دو سر میشن، بی سر میشن، باید بی دست و پا میشن، اونا رو طرف کاری نداره. گوینده ای هست اسمشو من نمیگم چون اینو خود من دقیقا نشنیدم از این خانم. گوینده ای هست کلیمی، با اسرائیل و فلان اینها هم رفت آمد داره توی تلویزیون، توی تلویزیونای لس آنجلس، و این چند مدت پیش که جمعیت ایران 70 میلیون بود داشت برای مردم توجیه میکرد که چه اشکالی داره که آمریکا حمله کنه به ایران، گیریم که 10 میلیون هم بمیرن 60 میلیون زنده است، هنوز دو برابر جمعیت زمان شاه رو داریم. ای داده بیداد، اینا گوینده مردم من و تو هستن، گوینده تلویزیون هستن. از اون زمان بود که من هر کی گفت آقا گوینده، گفتم بابا این پوفیوزا اینکلودینگ خود من، خدا که نیستن، از شما که بیشتر نمیفهمن، فقط از شما پرروترن. شما ممکنه روتون نشه وقتی یه نفر یه جا پنج نفر هست صحبت کنی، اینا تا دلت بخواد خدا بهشون عقل نداده رو بهشون داده. حالا من بیچاره چون دبیر بودم عادت کردم، اون وقت ایرانم دبیر کلاسای ایران وقتی میرفتی ماشاءالله قد یه مجلس خط تعداد بچه‌ها بود، اینجوری نبود که عکس میگرفتن. آقا رضا پهلوی برید ورقه ششم دبستانش رو نگاه کنید، نوشته این والا حضرت فارغ التحصیل شد از مدرسه رضا پهلوی. اینجوری نبود که هر کدوممون یه مدرسه داشته باشیم برای که تنها نباشیم چهار نفر دانش آموز بیاره بذارن اونجا. اینجوری بود که هنرستان محمد رضا شاه سه تا کلاس 40 نفره شیشم داشت، یعنی 12 مال رشته برق، کلاس A، کلاس B، کلاس C، اینجوری هر کلاسش 40 نفر. بچه های دیگه هنرستان میدونی همه ماشاءالله سنا بالا، این میز و نیمکتی که برای 2 نفر بود توی ایران روش 3 نفر می نشستن، توی این مدارس وقتی دانش آموز زیاد بود 4 نفر، 2 تاشون بیچارا انگار از رکاب میخواستن بیفتن پایین، و ببخشید نصف قنبلشون شیرازی ها میگن کیس میرفت، خواب میرفت، بیهست میشد، به همین خاطر ساعت به ساعت جاشون عوض میشد. اینی که اون وقت حالا تو رکاب بوده حالا میمد مینشست وسط، این دوتایی که کی پوشک داشت میگه که جناب سربی عزیز، ما مشکل حاکمیتی نداریم، مشکل ما ملتی است که گمان میکنن با لایک و فحاشی رژیم عوض میشه. برو یه آینه پیدا کن خودت رو ببوس، از قول من تو آینه، کاملا درست.
بله، میگه هر زمان که فهمیدیم که نکبت امروز را مدیون اسلاف ترامپ و نتانیاهو هستیم، شاید بشود حسابی باز کرد. اسلاف یا اسلام یا ترامپ، نمیدونم. در صورت ممنون و متشکرم. تهران 325 هزار آمده بودند در تهران، همه فنی شدند، ترامپ را کتک میزد. من متوجه نشدم کی ترامپ را کتک میزد. خب خیلی جلوتر آمده بود، خوب شد که ترامپ گفت ما نمیدونستیم، به فیسبوک گفتید اطلاعاتون رو میفروشه، قطع کرد. اینا رو من حالا دارم میخونم. در اصل ممنون متشکرم. دوستان ساعت 3:13 است، من هنوز پرونده های اینجا و پرونده های اصلی رو باز نکردم. خب ما توی این اسباب کشی بهتون گفتم که متوجه شدیم که چه چیزایی که داریم و چه چیزایی که دنبالش میگشتیم پیداش نمیکردیم کجا بود. حالا که پیداش کردیم دیگه میندازیمش بیرون، اب نداره. بعد ببینین میگه که این کتاب دکتر پرویز رجبی، کریم خان زند و زمان او. اگه دلیلش اینه که اینجوری میبینید، برای اینه که این استودیوی 1,000,000 دلاری ما چون کروماکی هست، اینم چون رنگش آبیه به سبز میره، اینجوری یه کمی سی ترو میشه، یعنی داخلش رو میبینید. کریم خان زند و زمان او. من یادمه یه شب خونه داداشم مهمونی بودیم، بعد دوستانی که اونجا بودن، یک آقایی، الان نگاه کن من تا دیشب که اینو پیدا کردم نمیدونستم، برداشتم برای داداشم نوشتم که از این آقای عطایی خبری داری یا نه. حالا میبینم که بنده خدا اسمشو نوشته، آدرسشم نوشته، گذاشته اینجا، چون اون موقع از طریق پست با من در تماس بود. ولی وقتی صحبت کردیم و راجع به این که شما چی دوست داری آقای سوربی، گفتم والا شماها میگید ما 10,000 سال 7,000 سال، این دوستان کلیمی هم میگن آقا اینا دروغ میگن، شما آدم نبودید، شما از موقعی که کوروش اومد ما رو نجات داد، بعدن ما آمدیم کلیمی ها شما رو آدم کردیم، شما 2500 سال تاریخ دارید. حالا 2500 سال تاریخ پادشاهی داشتیم، قبول دارید؟ گفت بله. گفتم شما 2 تا 3 تا پادشاه رو بگو که تو ایران باشن، خاک شده باشن، زنده باشن، خانوادهشون منقرض نشده باشه. الان شما همکلاسی داشتید فامیلش قاجار باشه؟ دیگر اونای دیگه نمیدونیم فامیل داشتن یا نه. بعد ایشون گفت که اتفاقا این چیزی که شما میگید تو این کتاب کریم خان زند و زمان او هست و تقریبا همین جوریه. شما میدونید که کریم خان زند هیچ وقت خودش رو پادشاه معرفی نکرد، و من وقتی این کتاب رو ایشون برای من پست کرد، دیدم که نوشته آقای پرویز رجبی به دوست دانشمندم دکتر عطایی عزیز، و این دوست ما کتاب خودش رو برای من پست کرد، از ایشون ممنونم. ولی اونا رو شما بذار کنار، شما این خط رو نگاه کنید، این خط رو نگاه کنید، چقدر قشنگ نوشته. کجاست این آقای پیروی معلم خط ما که خودش رو پیر کرد و ما آدم نشدیم یه کلمه بتونیم یه خطی بنویسیم، و این آقا وقت گذاشته اینقدر برای من نوشته، این کتاب و فرستاد. من همون زمان اینو تو 2 روز که وقت داشتم خوندم، بعد حالا دیشب اینو پیدا کردم، و جالبه چون اون کاغذ رو پیدا نکردم، برای داداشم فرستادم که از این آقای دکتر عطایی خبری داری، و اگه خبری داری من رو در جریان بذار، که حالا دیدم خود دکتر عطایی تو اینم اسمش و آدرسش و اینا رو نوشته. ممنونم متشکرم. وکیل رعایا، بله خودش رو وکیل رعایا میدونست. خیلی ها وکیل باشه، آقا اینا موکلای منن، من اومدم حق اینا رو بگیرم. نه اینکه کی بود اون روز میگفت ملت ما، همین آخونده، این آخوند جوونه نمیگفت حتی ملت، که برای آقای آریانپور نوشتم دقت کنی، همین یکی هم که حالا تازه میخواد ادا در بیاره که بهتر از اوناست، یه جورایی از همین الان میگه مردم من، ملت من،
نه اینجوری که جز خودش رو جز به اونا بدونه، اینجوری که یعنی اینا مثل برای منن، من شبانم، برهای من، و در رابطه با شبان و اینا خیلی عکس دارم بهتون نشون بدیم. و این دوست نازنینمون که تراپیست هستن میگن مردم اگر عمیق فکر کنن به ایران حمله کنن، مردم بیچاره میمیرن، این رژیم جا دارد که قایم بشود، این سران خارجی که برای دنیا تصمیم میگیرن مثل ما یک مغز دارد. شما الان ببینید ونزوئلا رو چه کار کرد. ونزوئلا ما میگیم رئیس جمهور معمولیه اون مدرو کیه، هر کیه، بد بدترین، ولی اینا کاریش کردن که اون پشت مرزا خوراک و دارو و اینها رو بسته. این داستانهای بود میشنیدیم که شم آب رو بست به فرزندان امام حسین، خانواده امام حسین. باورتون میشه تو قرن 21 یک همچین حماقت های انجام بشه؟ گرسنگی بدن، این فمن میشه قحطی، قحطی، قحطی مصنوعی ایجاد میکنن تو کشورها، کشورهایی که همشون یه زمانی اینا قدیمی هم قدمت دارن، یه زمانی چیزای خودشون رو درست میکردن، ریسورس داشتن، منابع طبیعی داشتن. حالا بدبخت ها بزرگترین آرزوشون اینه که بلندشن برن یه کشور دیگه. 3 میلیون فرار کردن، اونای دیگه هم که امروز دارن تو آشغالا میگردن دنبال خوراک که بتونن بعدا فرار کنن. درباره گوسفند و موسفند و اینها بریم یک کمی عکس‌ها رو نگاه کنیم، گوسفند نباشیم. این یک آقایی برای من اینو فرستاد و نوشته بود اگر این کتاب رو میخواین بنویسین. بله، مادورا رفته بیرون. خب اگه رفته بیرون دیگه ول معطلی، دیگه برگشتنش، هر کی بره از مملکت بیرون. چرا یه دفعه اون شاوز رفت، شاوز بود کی بود رفت ولی آمد، اون نشون میداد که یا مردم دوستش داشتن یا سیاستی که دنبال اون بود خوب عمل کرد. بله این عکس، اینو خاموش کنم. لطفاً گوسفند نباشید. جالبه که بالاش هم نوشته خودشناسی تقدیم به عزیزانی که نمیخواهند گوسفند باشن. این کتاب روی اینترنته، ولی طرف به جایی که لینکش رو بفرسه نوشته اگر کسی میخواد برای من بنویسه PDF تا من براش بفرستم. خب خانم عزیز، آقای گرامی، دوست خوب، ماها مریضیم، ولی لینکش رو بذار دیگه، هر کی میخواد بره بگیره. مردم رو به گرو میکشی که هر کی میخواد اینجوری کنه، هر کی میخواد اونجوری کنه. البته خود ما یه مدتی یه دوست بهایی داشتیم، گفت آقا من فهمیدم تو چجوری پول برای تلویزیون جمع کنی. گفتم چجوری؟ گفت ویدیوهاتو به صورت پرایوت بذار، بعد مینویسیم هر کی برنامه امروز سوربی رو میخواد $10 بفرسته تا ما براش لینکشو بفرستیم. گفتم آقا قربونت برم، همین 7 بیننده هم که داریم پوشمون میدن میرن دنبال کار خودشون. این بدبخت ضیا قده مغزی گره برای چی؟ برای که رفت این دستگاه های کارتی رو خرید، میخواست دیش هر کی میخره با کارت باشه. ایرانی ها گفتن آقا دیوانه ای، مگه ما درمون خوش بیان؟ چی بود اسم تلویزیونش؟ تلویزیون ایران بود اون. میریم کانال یک نگاه میکنیم مجانی، تازه یه چای زعفرون هم بهمون میده. بله، میگن که انگلیس 10 میلیون مردم رو ما رو با قحطی کشت. بله، و همون وسائل و اینا رو میگرفتن برای چی؟ و جالب اینه یکم عقبتر اگه برین یکی از این پادشاه های ایران مواد رو چی میگفتن؟ احتمال وقتی قایم میکنن گرونتر بفشن چی میگن؟ احتقاق. وقتا تو ایران این چون استفاده زیاد میشد ما میاد گرفته بود احتمال میکنم. خلاصه شاه خودمون که این کارو میکنه، قربونت برم آقای خورسندی، شما چه انتظاری داری از انگلستان که مردم ما رو، نصف جمعیت ایران رو اون زمان کشته که میگن بچه داشته چیز میخورده علف و اینا و خاک و اینها، بعد یکی از این سردارا میاد رد میشه میگه من خجالت میکشم یه چیزی اینجوری، و ای داده بیدا احتکار، احتکار. خیلی من خانم شما ماشاءالله فارسیتم بزنم به تخته. این
فرق چون اینجا با ما مونده، هم فارسیش خرابه، هم آلمانیش خرابه، هم انگلیسیش خرابه، یا شاید بی‌حوصله شده. بله آقای احمد شاه، برید بخونید احتکار احمد شاه. شما ببینید پدر یه خانواده باشید، حتی خب ما بعض وقتا خوراک و این چیزها رو از دست بچه همون قایم میکردیم که چاق نشن، ولی احتکار که نمیکردیم بهش گرونتر بفروشیم. ای داده بیده. دادگاه لاهه با رد اعتراض آمریکا به پرونده اموال توقیفی ایران رسیدگی میکنیم. دکتر شهرام ایرانبومی از آلمان که ما ایشون هر وقت کیسی بوده که لطف کرد و خواسته با ماها در میون بذاره، ایشون رو دعوت کردیم که بیان و مهمان ما باشن. میگه قضات دادگاه بین المللی کیفری در لای هلند با رد اعتراض آمریکا اعلام کردند که این دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده به دلیل توقیف اموالش را دارد. ببینید دوستان، دادگاه لاهه برای اینه، نه اینکه آقا رضا بلند شه یه وکیل بیچاره ای رو ببره اونجا، ما میخوایم بریم دادگاه لاهه شکایت خامنه ای رو بکنیم. انگار مثلا دادگاه فیرفکس میخواد احمد علی مسعود انصاری رو بر دادگاه. رفتن اونجا چلو کباب خوردن، رفتن چی؟ بعد طرف گفت آقا تو اینم بلد نیستی؟ ای خاک بر سرت، اقلا میرفتی یه کیچه و سیویک وانم وانه چه اونو میگرفتی. بله میگه که آمریکا پیش از این گفته بود که شکایت ایران به دادگاه بین المللی کیفری توجیهی ندارد، چون به نظر واشنگتن این دادگاه وابسته به سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده‌ای ندارد. وقتی شما میگید آمریکا، خب رأس آمریکا ترامپه. من برای آقای هرمز سهراب، هرمز چمنارا برادر سهراب نوشتم که آقا خب شما که تو آمریکا زندگی میکنین، ما که دیدیم ایران لیاقتش بیشتر از آخوندا بود، چون نمیتونستیم ترسو بودیم فرار کردیم اومدیم اینجا. آمدیم اینجا باورمون این بود که اینجا مردم بر اساس لیاقت و دانش خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن. آیا بعد از 245 سال لیاقت آمریکا این مردک واقعا؟ خب اینم بنویسید زیرش. هرچی این میگه شما تو بلنگو ببخشید دنبالش واق واق نکنید، خجالت آوره. هی میفرستید آقای ترامپ از شما خواسته، گه میخوره به قبر پدرش میخنده که از من بخواد. اون نوکر منه، اون برای من کار میکنه، اون حقوق ما رو میگیره. اینم شد شاه، اینم شد شیخ. عجب ملتی هستیم. طرف مینیسه عالی جناب ترامپ چی شد گفته بودی میام بمب میندازم، اونم مینسی یه مدتی یوبسم بذار بیام برم یه چند تا دیزی بخورم برات بمب بندازم. خجالت بکشید، برای خودتون ارزش قائل بشید. اعصابم خورد کردن ها خانم. دوایی که من بتونم بخورم با این ملت تا کنم چیه؟ سربی هیچ وقت این جمله را کامل نگفتی. وقتی میگی 3000 سال سابقه پادشاهی در ایران داشتیم، باید جمله دوم هم این باشه 3000 سال هم سابقه براندازی پادشاهی داشتیم. آفرین. اون میاد و یکی آقا بچه میره باباشو میکشه، بابایه میره بچهشو کور میکنه، اون وقت اینا میخوان به ما درس آدم بودن بدن. طرف اومده و تابلو زده بود، یادمه نزدیکای فلکه ولیعهد و اینا بود. حالا چه جای جالبی، فلکه ولیعهد بزرگ نشتو فرزند کمتر آسایش بیشتر. اون وقت خودش مرده که 5 تا بچه داره که ما میدونیم، چند تاشو نمیدونیم، چند تاشو سر به نیست کردن، چند تاشو بهش ماهیانه حقوق دادن، چند تاشو به طرف گفته بیا ببینم این بچه توه، اوکی ما این قدم بگیر برو شناسنامش هم اسم تو باشه. آخه بابا ما ملت، حالا این خانم میگه ما دیوونه هستیم مریضیم، درست میگه، ما ملت روانی هستیم. فرزند کمتر آسایش بیشتر. یه کشوری جدیدن 2-3 روز گذشته اعلام کرد هر خانمی توی اون مملکت 4 تا بچه بیاره، مادام العمر از مالیات آزاد به اصطلاح
چی میشه؟ آزاد میشه؟ کیه این کشوره؟ مثل که البته میگه یک کمی نگاهش نگاه نجات پرستانه است و نگاه ضد خارجیه، میگه اگه ما به اندازه کافی بچه تولید نکنیم مجبور میشیم مثل آلمان بعد از جنگ ترکا رو بیاریم، بعد اگه ترکا رو آوردیم اینا ترکن ولی اشتباهی میخونن میگن ما ترکیم، دیگه ترک نمیکنیم، همینجا وای میسیم. اینم از این. میگه فرخ آنقدر زبان بلده هر زبونی بگید حرف میزنه. اینو میدونم بابا، من شوخی میکنم. خب و اما عبدالقوی احمد یوسف رئیس قضات دادگاه بین‌الملل کیفری امروز اعلام کرد که این دادگاه به اتفاق آراء اعتراضهای مقدماتی مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. حالا ثبت کنید که ظریف و روحانی و اینها ببینیم چه به اصطلاح چی میکنن، بلبل زبونی برای ما میکنن. خب خانم سپهرا، خدا وکیلی برنامه تلویزیونی نگاه کرده بودی که اینقدر بخندی؟ ما هرچی به این دوستان میگیم آقا ما سیاسی نیستیم، منم مثل شما هستم. اون روز بعد برنامه یه نفر به من زنگ زده، آقا من 2 ساعت برنامه شما رو نگاه کردم، همش میخواستم ببینم شما هدفت چیه. گفتم شما نفهمیدی من هدفم چیه؟ گفت نه. گفتم حالا که بهت نمیگم که، همین جوری میذارم اون آخر کار میگم هدف من تلف کردن و عمر تو بوده. ماجرا اون خانمه که زنگ زد بعد از این آقای غلام حسین مصباح و دعوا و رقص بهبانی و آقای بهار پرتاب پرچم و اینها، یه خانمی زنگ زد که آقای سوربی من برنامه رو نگاه کردم هیچی نفهمیدم. گفتم خانم شما اشتباه میکنی. گفتم نه اشتباه نمیکنم. گفتم خانم یه کمی آب سردی چایی با قندی چیزی بنوشید، بلکه در حین نوشیدن من بتونم صحبت کنم، هر وقت گفتی من صحبت میکنم. گفت بفرمایید. گفتم ببین من دبیر بودم میفهمم کی میفهمه چیزی کی نمیفهمه. شما اقلا فهمیدی که از برنامه من چیزی نمیفهمی، فهمیدی اینو؟ مونتوش که حالا اگه بگه فهمیدم با اون که قبلا گفته هیچی نفهمیدم فرق میکنه. خانم حالا 2 ساعت نشستی فهمیدی، یه هندونه خریدی آوردی خونه بازش میکنی خرابه، خب دیگه باید دیوونه باشی باز بری از همون فروشگاه همون روز همون هندونه رو بخری بیاری، برو یه فروشگاه دیگه. درصد ممنون و متشکرم. چند سال پیش فرح پهلوی گفت یه دختری مدام با من تماس میگیره میگه من فرزند شاه هستم. فرح در ادامه گفت بهش گفتم خب چه کار کنم، برو ارثت رو از شاه در مصر بگی. باریکلا. اینم خانم فرح خیلی بلبل زبونه. یه دختری مصاحبه کرد با اتفاقا با من هم تماس گرفتن تا حالا چند نفر، که یکیش میگه من دختر شاه هستم و گوگوش، یکیش میگه من دختر شاه هستم. گفتیم خانم برو دادگاه این آقای رضا پهلوی رو ببر دی ان ای از اون بگی، ما کاری نداریم. خب خیلی ممنون خانم فخری سپهرار عزیز، میگه که خیلی خوب هست، کیفیت مهم است. این برنامه های فیسبوکی را دیدید که صدها نفر نگاه میکنند، حیف یک لحظه وقتی برای اینها تلف بشه چون همه سیاسی هستن. اگه سیاسی بودن من اولین کسی بودم که می نشستم پای برنامه شون. سیاسی نیستن، اینا همون مریض هایی هستن که شما توی اون فریمی که توضیح دادید می گنجن، فکر می کنن می دونن، فکر می کنن می تونن. گفت چی؟ آن کس که بداند که نداند، بالاخره میره این ورون و بالاخره لنگ لنگان خر خود را به مقصد برساند. اینها نمیدونن که نمیدونن، چون نمیدونن که نمیدونن فکر کنن همه چیز میدونن. بمب منفجر میشه توضیح میده، هواپیما میندازن توضیح میده، دکتر نمیدونم فلان میشه اینا توضیح میدن. میگم آخه شما چی هستین؟ مدرکتون چیه؟ پروفسور پشکل تا بمب اتم؟ آخه اینقدر پشکل و بمب اتم رو باز میکنید یا اتم رو مغزتون اثر میذاره یا این مزه پشکل تو دهنتون بالاخره خرابکاری کرده. برید آقا یکتون بیان بگید من رشتم جغرافیا، راجب جغرافیا صحبت، یکتون بیان بگید رشتم تاریخ اینجوری، یا مثل من
تو برنامه بگید آقا این مثل مهمونیه، شما وقتی میرید مهمونی هدف شما از رفتن به این مهمانی چیست؟ من میرم اونجا و قرار یک مهمانی بذاریم درباره دوران گذر و براندازی صحبت کنیم. میگم دوران گذر و براندازی، باید اول درباره براندازی صحبت کنیم بعد دوران گذر. میگه حالا دیگه ببینیم چی میشه. خب اگه اونجوری دوست دارید آقای شیمیرانی یکم برم، مردم بیان دیگه، بیان تو خیابونا، من سه روز پیشم فراخوان دادم نیومدید، مگه غیرت ندارید؟ مگه شعور ندارید؟ حقاهم که گفت 32 مهر میاد ایران، بعدا ما فهمیدیم آقا این ماها یا 30 روز دارن یا 31 روز دارن یا 29 روز دارن. درود آقای پارسا سوربی داراب بختیاری. این بختیاری که شما نوشتی خیلی جالبه، این کلمه CH مثلا هوخهایم تو آلمان، یه جا صدا خ میده، یه جا صدای چ میده، یه جا صدای ش میده. ما یه شهری داریم اینجا مینیسی چنتلی، میخونن شنتلی. همین کلمه کلمه چیزم فکر کنم با سی اچ مینیسن. در اصل ممنون متشکرم، شما هر وقت میای منو یاد آقای اسحاق بختیاری میندازی که میگو به من بگید بهنام بختیاری، از اسم اسحاق خیلی خوشش نمیاد و چند سال پیش توی کالیفرنیا فوت شد و چه تنها فوت شد. مدتی که تو آلمان بود با ما دوست بود و ایشون هم مهندس مکانیک بود، بعد از انقلاب اینا فکر کرده بود که این آخونده واقعا وجدان دارن، شرف دارن، راست میگن، بلند شده بود آمده بود ایران. دو تا دخترش اینجا دنیا آمده، بعد دیده بود که نه دروغ گفتن اینها، برگشت با اون مشکلات در آلمان ساخت و سر کرد و بعدم اومد اینجا با این مشکلات هم ساخت و متاسفانه از خانمش جدا شد، تنها زندگی میکرد و گویا یه نفر ماشینشو برده که آقای بختیاری درست کنه و دو سه روز خبری نمیشه، مثلا گفته بهت فردا ماشینو میدم، چون آدم مرتبی هم بوده. خلاصه بعد که میرن و لابد پلیس دروازه کنه اینا، دو سه روز بوده که این بنده خدا فوت شده بوده. یکیشون بیننده ها رو تهدید کرده بود اگه شازده رو حرفش گوش نکنین ما شما رو له میکنیم و از این مزخرف ها. من هم زبانم دراز هست و بلس کردمشون، جواب دادم ببینید وقتی شازده میاد میگه شما امروز اگر با ما نباشید اون وقت فردا که ما رفتیم ایران به شما پاسپورت نمیدیم، این نشون میده که قطره خونه دیکتاتوری محمد رضا شاه اگه حزب منو نمیخوای بیا پاسپورت رو بگیر بریم تو آقا رضا هست. خب وقتی که پیش نماز، ببخشید این ضرب المثل های عادی من میگم، میگفتن وقتی پیش نماز بگوزه خب دیگه پس نماز هر کاری میخواد انجام میده، وقتی اینا اینجوری میکنن طرفدارانش نگاه کنید یه مشتی، حالا اون وقت هم جوون بودن، حالا دیگه همه خیلی هم جوون نیست، اینا اصلا فوش میده. میگم آقا تو طرفدار رضا پهلوی هستی؟ میگه بله. میگم رضا پهلوی گفت شما هیچ غلطی نکنید، من بهتون میگم برو آقا اسم بنویس ثبت کن، ویزای وایسا بغل به همتون میده. این آقای دکتر پروفسور هوشنگ امیراحمدی، من ایشون رو از سال 2001-2002 میشناسم، به نظرم خیلی آدم منطقی شوخ‌طبع اینا میاد. همه به من میگفتن آقا این مأمور جمهوری اسلامیه، میگفتم والا وقتی به خود من میگین مأمور جمهوری اسلامی، به اینم میگین اون دیگه باطل میشه. و من چیزی ندیدم آقا، همش با آمریکاییان، همش با شرکت‌های نفتی فلان اینا. این شرکت آبان رو یا سازمان آبان یا بنیاد آبان رو که باز کردن، ما رو بگو ساعت 3 قرار بوده برنامه عقل بشر رو، گفتار عقل بشر رو پخش کنی. بله خلاصه آهان بلسشون کردن یعنی حسابی با احترام بهشون رفتار کردی. خیلی ممنون آقای هوشنگ امیراحمدی، برید نگاه کنید برنامه کی بود، دوشنبه فکر کنم، دوشنبه بود یا جمعه، خلاص میگه که بیاین به آبان بپیوندیم، ممکنه خیلی زود دیگه ما درشو ببندیم
من فکرم یعنی چون کسی نمیپیونده درش رو ببندن برن. گفت نه ممکنه زیاد بشه، ما دیگه کسی رو قبول نکنیم. گفتم آقا خب شما این چیه به مردم میگید؟ آقای خورسندی یا دوستان یکی سوال کرد، گفت آقا من اینو هزار بار گفتم. گفتم آقا شما اگه بری بشینی پای منبر یا آخوندی، یه نفر سوال کنه آقا من چه جوری نمیدونم طواف چی میگن دست نماز بگیرم، این بهش میگه من هزار بار گفتم، باز میگه. کار این شماها مثل معلمه، یاد بگیرین از این آخونده، هر شب هر روز در تماسن با مردم. و شما یه برنامه توی تلویزیون میذاری، فکر میکنی اولا همه دنیا پشت چشمشون باز بوده. پشت چشمتون رو باز کنید دوستان، این میشه پشت چشم باز. پشت چشمشون باز بوده، برنامه شما رو دیدن. نه آقا، ملت کار دارن، گرفتاری دارن، اصلا شما رو نمیشناسن. شما باید مدام از طریق گوش، عقل بیای، گوش و چشم و اینها برسی به عقل مردم. بریم این گفتار عقل بشر رو، عذر میخوام از دوستمون کلن فراموش کردم، به اصطلاح بشنویم. و در اون موقع من این تصویر تلویزیون مردم، شما هم میتونید تماس بگیرید و صحبت کنید و اینها رو میذارم. بعد شما هم اگه خواستید میتونید هم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، هم اینجا برنامه داشته باشید. صدای مردم از تلویزیون مردم، شماره تلفن رو هم نوشته، هم این هم بله. آقای بختیاری میگه بابا علت سردرگمی سیاسی در بین مردم و اپوزیسیون چه میتواند باشد؟ همین که گفتم عزیز من، هر کسی از خونه مامانش قهر کرده آمده یه سازمان را انداخته. آقا به خود من تو اولین تلویزیون شبکه‌ای که رفتم گفتن تو بیا بگو من میخوام رئیس جمهور بشم. گفتم برای چی من رئیس جمهور بشم؟ بلدم، مدرسه‌شو رفتم. گفتن نه چون میگی من رضا پهلوی. گفتم آقا رضا پهلوی من اگر یه تاکسی داشته باشم نمیدم دست این رانندگی کنه، اگه یه کامیون داشته باشم نمیدم دستش، این کار نکرده. اگه یه رستوران یه نونوایی داشته باشم نمیذارم این پشت دفع باشه، چون از فامیل خودش دزدیده، بیام مملکت رو بدم دستش. آقای دکتر کاظم رنجبر گفت شما 100 متر خونه میخواییم بسازید تو ایران، با 200 از دوستاتون صحبت میکنید، بعد که تازه گفت این بنا اون بنا، این معمار اون معمار، شما با 10 تا از اینا صحبت میکنید، بعد تازه خانمتون میاد میگه آقا بنا و معمار مال بی سوادان، ما سواد داریم، بیا بریم با آرشیتکت صحبت کنیم. میری با آرشیتکت صحبت میکنی، و چجوری نمیدونم 148,000 کیلومتر مربع رو میخوای بدی دست یه نفر؟ به این دلیل که بابای من شاه بوده. خب شاه بوده گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ تازه میگه اگه فاضل بود، اگه دزد بود، ترسو بود، آدم کش بود، دیگه وا ویلا. بشنویم با هم. ممنونم از دوستمون و عذر میخوام که 41 دقیقه تاخیر داشتم. نمیشه که فقط هواپیماها تاخیر داشته باشن، یه بارم سربی در پرواز باید تاخیر داشته باشه. پرواز با پرویز، این دوست خوبمون آقای پرویز هوشمند، اگه خواستیم بلیت بخرید با ایشون تماس بگیرید. پرواز با پرویز، بفرمایید از خلیج فارس. یک لحظه صبر کنید دوستان. سلامی گرم تقدیم شما، خوش آمدید که یک گفتار دیگر درباره عقل بشر را بشنوید و هدف تهیه کننده را که اندیشیدن شماست برآورید. در گفتار پیش سیستم زورگویی حکمران و تأسیسش جهت بنده کردن محکوم یعنی عموم مردم را تعریفیدم. انسان‌ها دارای توانهای گوناگون هستند. این تنوع به سود بشر و تغییر مداومش می باشد. اگر همه ما به یک چیز علاقه داشتیم و یک نمونه می اندیشیدیم و احساساتمان به یک شکل بود، مصیبت‌ها بار می آورد. یک جامعه شناس می گوید اگر همه مردها یک نمونه زن را هوس داشتند، بقیه زنها بی همسر می ماندند. همینطور اگر زنها از یک مرد خوششان می آمد، همشان دنبال یک مرد می افتادند. لطفاً بقبولید که این تنوع از نیکوهای آفریدگار برای انسان و در انسان است.
چوپانان هر چند ادعای ایمان کنند و خداشناس خود را بشناسانند، خواهان یگان اندیشیدن و یک سو اندیشیدن بره ها هستند. با استفاده از نام خدا و زور مردم را میخواهند به یک شکل درآورند. سواری طبقه حکمران بر گرده مردم هوس و میل و خواه آنهاست. پس از عادت به سوار بودن، مانند هر حرفه دیگر پیجوی وسائلی میشوند که این وضع برتری و آزادی در چپاول مردم و دنبالهایش در اختیارشان قرار گیرد. این هدف یعنی ساختن تصور برتری بالاسر با اصرار در اجرایش طی هزاران سال در بیشعوری انسان جا افتاده و خلاصی از آن غیر ممکن است. اگر شخصی دگراندیش در اجتماع انسان پیدا شد، سرنوشتش نابودی است. بیاد دارید که در مراسم زمان شاهنشاهی چگونه شاه و اطرافیانش تظاهر و ظاهر سازی می کردن. مراسم ورود و خروج و راه رفتن و تقدیم خیر مقدم و سخنرانی ها همه به شکلی بود که تصور برتر بودن را به بیشعوری های عموم فرو کنند. ولی یه فقیه که در آغاز به سادگی و تقلید از پیامبر بر تخت شاه نشست، اکنون مراسم شرفیابی شبیه زمان شاهنشاهی است. این مراسم زائیده امروز نیست. در 10,000 سال پیش توسط فرعون‌های اشغالگر مصر تأسیس شد و تا کنون بنابر نوین‌ها و امکانات اجتماع در همه دنیا انجام می‌پذیرد. یاد دارم در سنین کودکی پس از یک باران غیر معمولی و بسیار شدید و غرق شدن مناطق بسیاری در اصفهان، شاه دخت اشرف پهلوی برای دیدار از دهات شرق اصفهان که بیشتر آسیب دیده بود به آن مناطق رفت. استاندار فعال و بالیاقت همه توان استان را برای استقبال از اشرف خانم به کار برد. در کنار خانه های گلی خراب شده و بدون سقف دهاتی ها که سعی می کردن بدون سرپوش در زیر باران زنده بمانند، استاندار در مسیر پیاده روی قالی پهن کرد تا اشرف خانم کفششان گلی نشود. شاه دخت برای دهاتی ها عملا کاری نکرد. یکی از دهات را به اشرف آباد تغییر نام داد. نام جدید مورد قبول نبود و هرگز بر زبان ها نیفتاد. استاندار به جای فراهم کردن آسایش برای دهاتی های بیچاره، بزرگ داشت از شاه دخت را بنابر برمی شعوری های مغزش فعالیده بود. این یک مثال بود. اگر حکمرانان مثل انسانهای معمولی باشند، در فرهنگ عمومی کم شأنی برایشان به حساب می آید. این اصول را فرعون ها تأسیس کردند. برای دیدار فرعون می بایست تعظیم کنند. همه علامت های ذلت و خاری را عادت ساخته و نامش را نهادن مراسم شرفیابی، یعنی به هر صورتی که باشد ملاقات کننده با فرعون میباید خود را ذلیل و حقیر بکند و پست و پایین بشناساند. برای انجام چنین رفتار شخص میباید نخست خود را پست بداند و سپس پستر نشان دهد. در بیشعورها جای زندگی و نشستن و خوابیدن فرعون و فرعونهای تاریخ میباید به شکلی طرح و تهیه شود که دیگران توان تهیهش را نداشته باشند. یک واقعه را یک روزنامه‌نگار فلسطینی اهل غزه جنوب فلسطین که سالها در انگلستان مقیم می باشد در یک برنامه تلویزیونی اینطور بیان نمود: در جوانی با مادرم توانستیم از راه مصر به عمان پایتخت اردن برویم. مادرم تا آن وقت یک ساختمان 4 طبقه ندیده بود. وقتی از برابر تنها ساختمان 4 طبقه آن روز در عمان گذشتیم، مادرم گفت: پسرم، این حتما کاخ ملک حسین است. از او پرسیدم: چرا اینطور می اندیشد؟ مادرم گفت: بلندترین ساختمان در عمان حتما می باید کاخ پادشاه باشد. آری، در بیشعوری همه چیز بزرگ و عالی را متعلق به پادشاه و همردیفانش می دانیم. در زبانمان هر چیز بزرگ به نام شاه چسبیده: شاهراه، شاهلوله، شاهپسند و شاهانه و غیره. این معیارهای بزرگنمایی را فرعون‌ها ساختند. کاخهایشان از سنگ و مصالح عالی ساخته می‌شد. مردم بیچاره اگر خانه‌ای داشتند، یک اتاقه و از گل بود. به هدف پر کردن مغز
با این معیارهای بزرگی برای فرعون میباید تبلیغ میکرده تا مردم نسبت به فرعون احساس خردی کرده و سپس عقیده مند و در نتیجه ایمان ببرند که این موجود فوق العاده و دیگر است. از این جهت معبد ساخته. در این پرستشگاه ها از همان مصالح استفاده شد که در ساخت کار فرعون به کار گرفته شده بود. سقفهایش را بر ستونهای کلوفت و بلند ساختند که ارتفاعش به 30 متر می رسید. این زحمت ها برای این بود که انسانهای معمولی هنگام ورود به آن احساس کوچکی و حقارت نمایند. این طرز ساختمان پرستشگاه ها تا کنون همینطور ادامه دارد. پر واضح است که تحقیر انسان توسط حاکم و زورگو در فرهنگ عمومی جای گرفته و از دوران فرعون‌های نخست سیستم کشورداری پایه ریخته شد. با گذشت زمان افزایش و گسترشش دادند. در کشورهای پیشرفته که ادعای دموکراسی می‌کنند این عقیده و یا نظر به حکمران تا اندازه‌ای تغییر یافته و آن بزرگنمایی سابق را ندارد. با این حال کم و بیش تفاوت و بزرگ نمودن حکمران و شناساندنش به عموم مردم چون بالاتر هنوز ادامه دارد. در دنیای امروز دستگاه‌های تبلیغاتی این بزرگ نمایی را به خور مغزها می دهند. فرعون به چاپیدن مردم و ربودن محصولشان و مفتخوری اکتفا ننمود. در صحرای سینا مس کشف کردند. مصری های باستان خیلی در زمان خود پیشرفته بودند. تا کنون هیچ کس نتوانسته برای چگونگی ساخت هرم ها و معبد های مصر یک فرضیه مورد قبول ارائه دهد. اشاره به ساختمان های دوران فرعون برای یادآوری بود که تصور نکنید عقب افتاده و بیدانش بودند. دیگر صنعت ها و هنرهایشان هم پیشرفته تر از دیگر جاهای دنیا بود. مصری ها با افتخار کشور خود را مادر دنیا می خوانند. پس از کشف مصر در صحرای سینا فرعون بر این معدن دست نهاد. چاپیدن منابع روی زمین برایش کافی نبود. هر چیزی را که زیر زمین بود از آن خود می داند. روش، سب و یا سیاست بردگیری از عموم مردم مغز فرعون را تحریک و چنان راهنمایی کرد که فوراً معدن مصر را به شکل نخ کلوف ساخته و به طولهای مختلف بریده و آن را برای معامله بر مردم فرض کرد. مردم که داد و ستدشان با کالا انجام میگیره با این تصمیم فرعون همهشان بنده او شدند و فرعون مالک همه چیزشان. مثلا یک گونی گندم با یک قطعه نخ مس 2 سانتی متری معامله میشد. گونی جو با یک نخ مس 1 سانتی متری به دست می آمد. اصل خرید و فروش را پای ریختند. فرعون که برای به دست آوردن مس زحمت نکشیده بود با یک تصمیم همه ملت را یک جا غلام و مسخرید خود کرد. مردم میباید زحمت خود و نتیجه کار خود را در برابر دریافت یک قطعه از نخ مس بفروشند. کین مس را مالک بود. او همان فرعون و مالک همه مس و همه چیز روی زمینش و زیر زمینش بود. با این پلید اندیشی فرعون مصر اساس پول را ریخت. به انسانیت و آن وجدان بدون سفید پوستان اشغالگر و اصولی که هزاران سال پیش در میان مردم زندگیشان را اداره میکرد ضربه ای زد که با گذشت زمان وجدان از بین رفت. وقتی انسان دنیا می آید نیکوکاری یکی از فطرتهایش است. این اجتماع انسانی است که به تدریج با بزرگ شدن فرد فطرت را آلوده و از میان میبرد و به جایش پستی هایی میکارد که سودمندش همان 1% از کل جمعیت مردم هستند. مردم نمیدانستند دزدی چیست، زیرا دزدیدن گونی گندم و یا حبوبات آسان نبود و نمیشد یک انبار را یک بار دزدید یا یک گونی گندم را در جیب گذاشت و جیم شد. اما میشد یک مشت نخ مسی را در جیب جا داد. برای مبارزه با دزدی پلیس و دادگاه و پیامدهایش تأسیس شدند. روسپیگری هم از همان دوران آغاز گشت. هر چیزی را میشد با در دست داشتن نخ مسی و پرداخت قیمتش به دست آورند، میخریدند و میفروختند. خب وقتی دزدی بشود فرعون برای عدالت نمایی و آرام کردن مردم چه میتوانست بکند؟ او علت دزدی را در رفتار خود و سیستم پول ساختن مصر نمیدید و
وقتی چیزی در اجتماع انسانی ارزش داشته باشد، مردم آن را می‌دزدند. هیچکس مثلا ریگ نمی‌دزدد. وقتی برای ریگ ارزش قائل شوند و برایش قیمت بگذارند، مردم آن را می‌دزدند. انسان به آسانسازی علاقه دارد. بدن فروشی و دزدی آسان‌تر از زحمت کشیدن می‌باشد. ارزش دادن به یک چیز به درد نخور پس از کشف طلا بیشتر روشن شد. در شمال سودان و جنوب مصر طلا کشف کردند. در آن زمان خاصیت این معدن را نمی‌دانستند. فرعون از رنگ و برق زدنش خوشش آمد. آن را مانند مصر ملک خود دانست و از آن همه چیز برای خودش ساخت. علاقه‌اش چنان بود که پس از مرگ آن را همراه داشت. تابوتش را با طلا می‌پوشاندند. دیوار گورستان را طلایی می‌رنگیدند. اطرافیان فرعون که نخستین مقلدینش بودند، هنگام انتقال طلا و ساختنش آن را کش رفته و برای خود ذخیره می‌کردند. مردم هم به تقلید از بالا سرها این معدن را چون گران و با ارزش در بی‌شعوری فرو و انبار کردند. طلا را از گورستان‌های فرعون می‌ربودند. بدین علت فرعون‌ها در گورستان‌های زیر تپه‌ها مخفی می‌شدند. زنان فرعون از آن برای خود چیز ساخته و بر سر و گردن و گوش و بینی و لب و دست و پا طلا آویختند. دیگر زنان هم خواهان تقلید از ملکه ها شدند. تقلیدی که بدون اندیشیدن عادت شد و تا امروز ادامه و تا فردا ادامه خواهد داشت. همه اجتماع به علت علاقه فرعون به این معدن دیوانه طلا شدند. رنگش در بیشعوری ها پر ارزش شد. ملکیتش هدف و افتخار گشت. اگر رنگ طلا زرد نبود و دیگر رنگی بود، آیا فکر میکنید ممکن بود به این ارزش نرسد؟ حتما میرسید. مادامی که فرعون طلا را عالی و با ارزش و به رسمیت شناخت، همه گله انسان ها با تقلید از سر بالا به دنبالش رفتند و رفتند. عشق و علاقه به طلا چنان منتشر شد و بدان رسید که در دنیای امروز شما میبینید و از آن خبر دارید. در آن زمان علاقه به طلا و خواهان داشتنش به دیگر مناطق دنیا رسید. در نامه‌ای که پادشاه بابل برای فرعون نوشته، از او میخواهد براش طلا بفرستد. پادشاه بابل نوشته: طلا در مصر مثل برنج در همه جا پخش است. کمی از آن را برای من بفرست. برای اینکه رابطه سلطنتی میان ما تقویت شود، میخواهم با خواهر تو ازدواج کنم و خواهرم را برایت بفرستم که همسرت بشود. این علاقه به طلا و تقلید از فرعون تئوری اجتماعی را ثابت می‌کند که معیارها و ارزش‌ها از بالا به پایین انتقال می‌یابد. اگر رئیسی به چیزی علاقه پیدا کرد، دیگران بنا به ترتیب مقام از آن تقلید می‌کنند، بدون اینکه مغز مقلدین بیندیشد و خوبی و بدی و مقدار سودمندی یک مسئله را بررسی و بسنجد و سپس تصمیم بگیرد. ایرانیان و دیگر ملت‌های غرق شده در اصول و معیارهای قدیمی پس از جنگ جهانی اول با دیدن غربی‌ها هیجان زده شدند. بدون اندیشیدن تغییر لباس دادند و اکنون همه ملت‌ها و ملت ایران به جز آخوندها لباس غربی بر تن می‌کنند. برای لباس روحانیت مقامی در بیشعوری‌ها ساختند. در همین اساس خلعش، نکبت و مجازات شناخته شده. تصور می‌کنند که تغییر لباس آنها را در مساف غربی های پیشرفته قرار می دهد. این حالت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز همینطور بود. فقط رئیس ها و شیخ های قبیله لباس های خود را تغییر ندادند. با این مظهر مشخص می شدند. در آغاز دهه 70 قرن پیش پول نفت بدون زحمت به کشورشان سرازیر شد. اغلبشان به خصوص ثروتمندان تغییر قیافه دادند و به آرامی پوشاک شیخ ها را بر تن نمودند تا شخصیت خود را گرانبها و باستانی و با اصالت و چون رهبران به نمایشند. پول توسط فرعون اختراع شد. تا کنون وسیله حکم نمودن در ملت‌ها توسط حکمرانان است. بی ارزش نمودن پول کشوری وسیله کوبیدن حکمران است. تجربه‌ای که در کشورهای گوناگون شاهدش هستیم. معدن طلا ارزش یافت و تا این ساعت پشتوانه پول اغلب کشورهای دنیا است. پس خود بپرسید، یک گونی گندم با ارزش‌تر است و یا یک کیلو طلا؟ وقتی انسان گرسنه شد، آماده است یک کیلو طلا را بدهد و یک وعده غذا به دست آورد. انسان بدون اندیشیدن دنبال ذخیره کردن طلا است.
هرگز توقف نکرده تا از خود بپرسد اگر در جزیره‌ای بر زمین و تپه و کوه طلا تنها نشسته باشم آیا من ثروتمندم؟ آیا می توانم بخوردن و آشامیدن طلا به زندگی ادامه دهم؟ شاید عمیق اندیشیدن و یافتن جواب به این سوال شما را به این نتیجه برساند که انسان همان طور که قبلا گفتم تنها موجودی است که نمی تواند بدون دیگر هم نوع زندگی کند. ما به یک دیگر نیازمندیم. اگر میلیون ها نفر زحمت نکشند وسایل آسایش ما فراهم نمی شود. در کنار پیشرفت بیشتر نیازمندی انسان ها به یک دیگر افزایش می یابد. سیستم گله بودن عموم و چوپانی 1% این وضع انسان را برای این کره ساخته که گله دنبال ثروت است، چوپان به فکر نگهداری عوامل ریاستش می باشد، با هدف قرار دادن پول و ارزش دادن به طلا همه را در غل قرار داده ام. در نتیجه نه گله و نه چوپان خوش هستند. هر دو به دنبال موهومی به نام ثروت می دوند. زندگی را برای خود و دیگر هم نوع دشوار و غیر قابل تحمل کرده و می کنند. در پایان همه ثروت را بر روی زمین ترک کرده و به زیر زمین می روند یا خاکستر شده و وجودشان محو می گردد. پس از بخش این اصول توسط فرعون‌های مصر تا کنون کسی پیدا نشده که این اصول را تغییر دهد. هیچ دینی و عقیده‌ای تأسیس اصولی دیگر را پیشنهاد نکرده. کسانی که از مساوات و برابری بنده های خدا سخن گفته و میگویند، هنگامی که سر کار آمدن و چوپان شدند یک کپی دیگر و پر آستر از گذشتگان بودند. رفاه خود و بیچارگی عموم را طبیعی و حق خود دانستند. ایرانیان معاصر سختی، دشواری و گرانی این روش را تجربه کردند. دزد یک تومانی رفت و دزد 1 میلیارد دلاری به جایش نشست. شاهد بودن این ماجرا تجربه شایانی است. این تجربه آیا عبرتی می شود که یک بار دیگر در تور و تله پلیدان خوش سخن و خوش شناور ولی آب ندیده نیفتیم؟ شما را به اندیشیدن دعوت کرده و برایتان بهترین ها را آرزومندم. بسیار ممنون از دوستمون. ما هم از اون استودیو آمدیم به این استودیو با شما هستیم و تشکر میکنم از دوستانی که تا این لحظه با ما بودند و بین این همه تلویزیون برنامه سربی با مردم را انتخاب کردند و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بسیار ساده است، با هر عقیده و اخلاق و روشی که باشید ما میذاریم مردم قضاوت کنن، شما صحبت میکنید مردم قضاوت میکنن. اجازه بدید چند دقیقه ما این چند تا عکس رو هم بهتون نشون بدیم. اول این برنامه، این عکس دعوت به همکاری پلیر 1، خب که همونه، شما میتونید در این تلویزیون برنامه داشته باشید، دعوت به همکاری، بیان اینجا حالا با نوشتن مقاله، ارسال مقاله، عکس، ویدیو، ولی نه به عنوان سطل آشغالی استفاده کنین. هر چی رو یکی دیگه براتون می‌نویسه و می‌فرسه شما هم بخوای انتقام بگیری برای ما بفرسی. دیگر این که 26 که فردا باشه، ببخشید 26 نه، این روز والنتاین، آقای مهدی‌زاده و دوستانشون برنامه ای رو برای شما مهیا دیدن در وینا، در ویرجینیا نزدیک واشنگتن، حدوداً 18 دقیقه 20 دقیقه تا واشنگتن هست، تا مریلند باز همین، خیلی چی میگن اکسسیبل هست، یعنی از همه طرف شما میتونید بهش برسید. اگر سوالی پرسشی دارید با شماره تلفن خود آقای مهدی‌زاده تماس بگیرید. این پوستر رو من فردا هم روی صفحه میذارم و برنامه ما همینه. 4 تا چیز خودمون از این ور اونور پیدا کردیم، 4 تا دوستان میفرستن و میایم نشون شما میدیم. این ماجرای مرگ بر آمریکا گفتن ایران، یکی از دوستان این عکس ها رو فرستاده، خیلی جالبه، بذارید بهتون نشون بدم. اینایی که فرزندانشون آمریکا هستن
ولی خودشون در ایران میگن مرگ بر آمریکا. بعد نوشته مرگ بر آمریکا بجز واشنگتن که پسر من اونجاست، مثلا مرگ بر آمریکا بجز اون یکی که برادرزاده هم اونجاست. این روحانی گفته مرگ بر آمریکا بجز نیویورک، نیویورک چون برادرزاده هم اونجاست. حالا ببینیم دیگه چی براتون گذاشتم اینجا. این یکی ایران گوسفند رو بهتون نشون دادم، ایران حاکم، ایران نیویورک هم بهتون نشون بدم. این یکی میگه که یک لحظه ببخشید، کاپچر و کالچر و این یکی بله. میگه که مرگ بر آمریکا بجز واشنگتن چون برادرزاده هم اونجا هستن. و یکی دیگه هم دارم که ال ای رو هم گفته. این خانم هم کسی بود که میگن از دیوار سفارت بالا رفت و بعدم بعد از اون ماجرای سفارت چند روز ایشون رو با اسلحه میدیدیم و مترجمم بود چون انگلیسی بلد بود. آقای سعید حبیب تاش میگه سحرخیز باش تا صلبی روا باشی. ژاپن 6 صبح سلام و درود به همگی، رسیدم به لایو. برای که ما امروز تأخیر داریم، ما یه دوستی هم ژاپن داشتیم محسن و خیلی هم حمایت میکرد، یه مدتی ازش بیخبریم، امیدواریم حالش خوب باشه. گفت حالا حمایت نمیکنی، ما رو از سلامتی خودت باخبر کن. مرگ بر آمریکا بجز لس آنجلس چون پسرم اونجاست. و حالا چند تا عکس دیگه هم بهتون نشون بدم، ازتون خداحافظی کنم. گفتم اون روز دوستمون اسامی 300 شعبه کفش ملی رو فرستاده بود که ما هم تقدیم کردیم به خانم نیر و امروز برای ایشون فرستادم. اینه، ببینید با چه حوصله‌ای. اینم خطش بد نیست، پتیک قشنگه. بعد اون شماره رو من نمیدونم این چیه، 1324 شماره شعبه ها بوده، 1325، 1332، 1302، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اینجوری، بعد 1400، 1700 احتمالا همونه. ولی اگه 1302 شروع شده تبریز، بعد 1930، پس شماره یه اشکالی داشته. چون توی بی بی سی گفت 330 شعبه کفش ملی، ولی شما 300 تا نوشتی، ولی شماره ها فرق میکنه. اینم باقی اینها کمرای دو. بله این همه نوشته، یه دونه خط خوردگی داشته، 1100 یعنی 11 نه 1118 داریم. نمیدونم این شماره ها چیه، شماره های اینا از اون موقع بلد بودن از شماره یک شروع نکنن چون کامپیوتر قاطی میکنه، از شماره 100، 1000 و اینها شروع کردن. و اون رو ماجرای این انقلاب و 40 سالگی انقلاب و چیز ترامپ و این افرادی که فکر میکنن واقعا ترامپ یا میخواد یا میتونه که همچین کاری رو انجام بده، این هست که هیچ کسی بهتر از آخونده برای کشورهایی که به اصطلاح دنیا رو دارن میچاپن نبوده و نیست و نخواهد بود. با این به این عکس نگاه کنید، من اول که دیدم گفتم چیه این مقایسه یه شیر با فیل، بعد زیرش رو که خوندم نوشته که فیل این بچه شیر چون توی آفتاب نمیتونسته راه بره یا پاش میسوخته هرچی، این رو با خرطومش بلند کرده. من نمیدونم که حالا واقعا این عکس فتوشاپه یا اینجوریه. و خب چرا شیر اجازه نداد این بچه بره به اصطلاح سوار پشت خودش بشه؟ در اصل عکس قشنگیه، دقت کنید بچه شیر اینجا هست، میبینید نگاه کنید روی خرطوم این آقا فیله. و فیل یه جورایی میگن مثل آدم ها هست، از لحاظ اینکه
سوشال زندگی میکنن، اجتماعی و اینها، دنبال این عکس میگشتم که کل صحبت ها و تفسیر ها و خبر ها و اینا رو شما بذار کنار، این نقاشی یا این کارتون یا این عکس رو با دقت نگاه کن. میگه how to profit from the Iranian nuclear threat، میگه از تهدیدات ایرانی ها، این آخوندهای ایرانی چجوری ما بهره ببریم. بعد اینجا گفته the majority of American weapons are sold to countries in the Persian Gulf for tens of billions of dollars of annual profit. میگه که بیشترین فروش وسایل ارتشی و به اصطلاح مهمات و اینها در منطقه خاورمیانه است. متاسفانه دیدم بابک هروی هم از آقای ترامپ تعریف کرده و خیلی متاسفم، خیلی متاسفم که بابک یه دفعه اینجوری 180 درجه عوض شد. بله، میبینید که این نقاشی یا کارتون رو هم به دقت نگاه کنید. این چیه که زیر پای این هست؟ برای باد کردن، اون وقتا برای تنور بعضی جاها استفاده میکردن. اینجا هم قبلا که از این چیزهای برقی و ریچارج بلو اینا نبود، وقتی یه وسیله میخرید میرفتی کنار دریا با این بادش میکردی. ولی نگاه کنید که انکل سام، این آمریکا، روی این میز توپ و تانک و اسلحه و هواپیمای جنگی گذاشته، بعد این لولش به پایین آخونده وصله، از این عروسکایی درست میکنن با باد. فکر کردم رفتی خانم سپهرار، چون گفته بودید برنامه خوبی بود و اینها، فکر کردم رفتی. حیوانات هم با تمدن شدند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. واقعا درست میگه. بله، نگاه کنید، آمریکا آخونده رو بزرگ میکنه، عربا رو میترسونه، عرب هم میرن اسلحه میخرن. یعنی سود آمریکا در اینه که این ایران بیا تو امپراتور باشه و تا فلان بره، تا مدیترانه رو بره و الی آخر. ضمناً سعید نوشته بود همینجوری که دوستون گفت که از خلیج فارس اسما همه شد شاهراه و نمیدونم این و اون شاهکار و فلان، میگه آخونده وقتی اومدن اسم کرمانشاه رو عوض کردن و گذاشتن کلانشهر. نمیدونم، یادم نیست، مطمئنید که اسم کرمانشاه رو گذاشتن کلانشهر؟ چون یادم مثلا بندر پهلوی شد بندر انزلی، ماشهر دوباره برگشت چون اونجا یه چیز دیگه بود. خلاصه اینم یکی دیگه از نادانی های دیکتاتورا هست که دوست دارن یه چیزایی رو به نام خودشون کنن. و دیدید که چقدر قشنگ این دوستمون توضیح داد که این ماجرای قبرای بزرگ، قبرای دربسته، طلا و جواهرات با خودشون بردن از کجا شروع شده و مصر امروز به کجا رسیده. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. اگه از برنامه ها خوشتون اومد به دیگران هم بگید، اگه بدتون اومد خودتون رو آزار ندید، برید برنامه دیگران رو تماشا کنید. داشتم کسانی که رفتن برگشتن باز با ما بودن. روز روزگار بر شما خوش. جمعه با شما خواهیم بود به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی. بله، خانم تننازی نشته خیلی خیلی دلم میخواد که یکی یمن هم، یکی به من هم یه عالم پول بده تا خودم رو امتحان کنم که آیا من تغییر جهت بلایی هستی. خدا نگهدارت. این هم از این، خدا حافظ. این هم از این، استاپ. بله.